بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 15 ماه فوریه سال 2016 میلادی و برابر است با 20 و چندم. اجازه بدید ببینم این علی آقا لطف میکنه هنوز برای ما اینا رو میفرسته، ما هم هنوز ازش ممنون و متشکریم. دوشنبه 26 بهمن، بله 22 بهمن آمد و رفت و عکس های ضد نقیزی دیدیم. از این ور دولت ادعا میکرد که همه آمدن، از اون ور مردم عکس هایی رو میفرستادن از توی کوچه و خیابون ها که کسی نیامده. و از هر دو طرف باید سوال کرد که از دولت جمهوری اسلامی اگر اینقدر مردم، اجازه بدید من تاریخ و اینها رو براتون بذارم به چرخ، هر 10 ثانیه‌ای چشم شما تازه بشه. گفت با 100 هزار جلوه برون آمدی که من با 100 هزار جلوه تماشا کنم تو را. وقتی یه نفر باشه و یه صحنه باشه آدم خسته میشه. تا گفتم چشم شما، یادم افتاد به این ماجرای چشمم. باید از آقای منوچهر عزیز تشکر کنم، لطف کرده دو تا پیغام گذاشته. یکیش در رابطه با آقای همایون فر ما صحبت کردیم، متوجه نشدم تلفن ایشون یک کمی صداش خوب نبود، نفهمیدم ایشون در رابطه با آقای فروزان فر یا دکتر فروزان فر صحبت کرده یا در رابطه با همین آقای همایون فری که ما ویدیوش هم یک هفته نشون دادیم. در صورت ممنونم. و در رابطه با چشمام ایشون گفته که بله، وقتی من برنامه شما رو نگاه میکنم انقدر صدا و تصویر خوبه که چشماتون رو میتونم ببینم و چشم چپ بهتره، چشم راست قرمزه. امروز که اینجا برف اومده و عصرم منتظر یخ و بارون یخ و اینها هستیم، وقتی که رفتم دوش بگیرم که میام اینجا جلو شما شاد و شاباد و شاداب و خوشگل و هندسان باشم، اون موقع فهمیدم که چرا تو برنامه من چشمان قرمزه. از بس آب گرم میریزم رو خودم و دلم هم نمیاد از زیر دوش بیام بیرون، چون این خستگی بدن رو واقعا از تنت میبره بیرون. در هر صورت این اون ماجرای عکس ها و ضد نقیض بودنش. از دولت باید بپرسیم اگر این همه ایران مردم طرفدار شما و هوادار شما هستن، دیگه نگرانتون چیه؟ حالا یه دو تا مخالف هم داشته باشید ولی شما دروغ میگید، بعد بیایم از مخالفا سوال کن. اگه شما درست میگی و کسی تو خیابون ها نمیره، کسی تو راهپیمایی و تظاهرات نرفته، شما معطلیتون به چیه؟ آقای رجوی، آقای رضا پهلوی، دیگران که ادعای رهبریت میکنن، چه نشستید؟ خب بلند شید برید به ایران. یه عکسی رو اگه بتونم بهتون نشون میدم، یه خیابون رو نشون میده، یه چند نفر پرچم و بیرق و اینها دست گرفتن ولی مثل لشکر شکست خورده. البته اینو دو جور میشه تعبیر کرد، یکی این که اینا رفتن حالا که اومدن محل خودشون اینجوری کمن، یکی میشه بگی دارن میرن به اونها به پیوندن، سه جور. یکیش هم این که واقعا این دوستمون درست میگه و دیگه به اصطلاح کسی دل و دماغ رفتن رو نداره. ولی من با همه اینها میگم که اصلا نگران تعداد اینهایی که میرن نباشید، چون همه ما دیدیم چقدر برای شاه میمدن تو خیابون وای میسادن، چقدر برای شاه چهارم آبان نهم آبان برای بچهش بلان اینا. ولی وقتی که قرار شد بره، حتی به قول آقای آریانپور یه مقاله خیلی قشنگی ایشون زیرش یه نوت یه خطی نوشته و خیلی جالب نوشته، خب اگر اینقدر شما ها میگید رضا شاه خوب بود، چرا وقتی داشت میرفت یه نفر نیومد جلو ماشین این بخوابه رو زمین بگه باید از رو جنازه من رد بشه، یا چرا نیومدن جلو ماشین رو بگیرن تو جاده بشینن بگن نه نمیخوان شاه ما رو شما نبرید؟ در اصلت کارمون خرابه، باید قبول کنیم. خب راجب عینک گفتم، راجب این شماره ها بگم که پشت سرم هست. میدونید که الان ایام از بعد از به اصطلاح جشن سال نو میلادی توی تبلیغ تو تلویزیون ها تمامش تبلیغ هست، یا بیاین وزن کم کنید ورزش کنید، یا بیاین آماده بشید مالیاتتون رو پر کنید و بفرستید. مالیات پر کردن اینجا به این صورته که شما خودت مثل یک دسته گل میری کاغذ و قلم میاری میذاری الان دیگه کامپیوتر و به دولت میگی که آقای دولت، خانم دولت، عمو دولت، عمو جون، من اینقدر درآوردم، اینقدر خرج کردم،
اینقدر الان تو دستمه، چقدرشو بدم به شما که شما حلالش کنی، باقی شما برم بخورم. اینا همین این آخونده هستن، خمس و زکات ازت میگیرم. و به این سادگی هم نیست که اینقدر عدد و رقم و اینها. حالا ما تازه زندگی خیلی ساده ای داریم، نه 10 تا شرکت داریم، نه 15 تا نمیدونم مستقلات داریم، نه نمیدونم 100 نفر کارمند داریم، ولی همین قرار شد اینا یه کاری کنن که برگه های مالیاتی بشه 3 ورق. باورتون میشه؟ بذار بزنیم مثلا چقدر ما how many مثلا pages of tax form we have، یه چیزی اینجوری. بله، how many pages of tax form return، نه این میگه که 40 تا، نمیدونم چه جمله باید بزنیم تا برام بیاد، ولی یه جایی خوندم من 70,000 صفحه و فرم برای مالیات هست، برای مالیات بر درآمد. بعد بیشتر اینایی که میاد میگن ما زندگی خوبی رو میخوایم به شما بدیم برای نمایندگی و برای چیز و اینها، میگن ما میخوایم IRS یعنی همین اداره مالیات بر درآمد رو از بین ببریم، ولی هیچ وقت نمیگن خب میخوایم چه کار کنیم با کارمنداش، چه کار کنیم کارمندای اینجا رو، چه کار کنیم اون کارخونه ها و شرکت هایی که از بابت این پول میسازن، همین توربو تکس و اینها رو چه کار کنیم، اونو نمیگن. در هر صورت ماجرای تکس و این اعداد و ارقام هم خودش یک ماجرایی هست که 2-3 ماه فکر و ذکر مردم رو مشغول میکنه. ولی بیایم این ورتر، امروز تعطیلی هست در آمریکا و روز پرزیدنت هست، روز جمهور، روز رئیس جمهورشون هست. حالا چجوری این درست شده و اینها میتونید تو گوگل تاریخشو بخونید. هر روزی بالاخره یه جایی شروع شده به یه دلیلی، بعد اینا عوضش میکنن، میذارنش مثلا اولین دوشنبه فلان یا دومین، الان چندم، امروز 15م، سومین دوشنبه مثلا ماه فوریه. در صورت تعطیلات در آمریکا اون معنی و چیز اصلی خودش از دست داده، همونجوری که مثلا عاشورا، تاسوعا، ملت به جایی که برن سینه بزنن، برن عزاداری کنن، میرن دختر بازی، دخترها میرن پسر بازی، این اینجا هم همینجوری شده. این ماجرای تکس و ماجرای وست، ببخشید، این تعطیلی ها همش شده حراج. یعنی مثلا الان مخصوصا این روز پرزیدنت دی خیلی معروفه که میگنش حراج دوشک، بعضیا به دوشک توشک هم میگن، کدومش درسته؟ هر کدومش شما میگی درسته، هر کدومش من میگم درسته. دوشک میگی د ش ک درست، توشک میگی ت ش ک درست. ولمون کنید، اینقدر با هم دعوا نکنید. آقای مینوی برنامه خیلی خوبی داشت با آقایی به نام مانی، برای من خیلی جالبه. این دوستانی که تازه حالا میان میگن که ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، نفهمیدیم، شعورمون کمتر از دیگران بوده، رفتیم دنبال خمینی، حالا که میان یه جورای طلبکار مردمن. مثلا این آقای مانی از اول تا آخر شعری که میخونه، آقای مینویی، این به مردم فوش میده، به مردم توهین میکنه. من اگه جای شما بودم یه چوب میدادم دستش، میگفتم آقا بزن تو سر خودت، چرا تو سر مردم میزنی؟ شماها فکر میکردید پخی هستید، شماها فکر میکردید چیز میدونید. ولی آقای مینویی باهاش صحبت کرده و برنامه‌ش هم ما گذاشتیم، ولی متاسفانه گاهی وقتی که این برنامه‌ها از ای2 پخش میشه، حالا آقای امید امیدوارم دوستمونه، ولی دوستی هست که ما هرچی میگیم، نصیحت میکنیم، گوش نمیکنه. خب دیگه آقای امیدوار، وقتی که یوتیوب مجانی شما داری ویدیو استریم میکنی، آقا حداقل یه جوری کیفیتشو اینا رو درست کن که هی قطع نشه، صدا میاد تصویر نمیاد، تصویر میاد صدا بده، یه کاریش بکن عزیز من. حالا شما هی میگی ما میخوام بریم رو ستالک، گفت آقا چی بود، میگفت فلان چی پیشکشه، حالا این ستلایت هم پیشکش شما، و ستلایت چیه؟ تازه اونایی که رو ستلایتن الان دارن میان رو اینترنت. در اصل نمیدونم، گفت هر کسی از دیوانگی برای خودش یه نقشی یا یه رنگی انتخاب کرده، اونم رنگ آقای امیدواره، اینم رنگ ماست اینجا. و اما روز پرزیدنت رو به شما تبریک میگم. از طرفی آقای سرهنگ عقیلی پور سخنان مظفرالدین شاه رو فرستادن، من این رو قبلا شنیدم، میگن که شنیدن
نوشتن اینجا شنیدن صداهای ضبط شده که در حقیقت اولین صفحه تولید شده صدا در ایران است، نشان دهنده حقیقتی تلخ از فرهنگ نوکرمابی است که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. بذارید با هم بشنویم یه بار اینو. اوپن، بله بفرمایید. همانطور که ذکر شد، مرحله دوم ضبط صدا در ایران با درخواست ماکسیم پیک از مظفرالدین شاه برای اجازه و کسب فرمان ضبط آوای موسیقیدانان آغاز می شود که اول بار برای جلب نظر شاه 5 صفحه از او و درباریان پر می شود که فقط 3 عدد از آنها باقی است و آن 3 عدد شامل سخنان مظفرالدین شاه، اتابک اعظم و وزیر خارجه وقت ایران است. جناب اشرف، اتابک اعظم از خدمات ثابت و لایق شما جامعه ها 40 سال از خدمت می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات این 3-4 ساله که در صدارت خودتان می کنید و انشاءالله عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود و شما هم ابدا جرزهی در خدمات خودتان انشاءالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعدی تا 7 سال که خدمت بکنید، امیدوار هستم که همیشه خوب باشه و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید، البته خداوند او را بی عوض نخواهد بودست. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه این بودرا هم راضی هستیم، به شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض می کنیم و همه را به موقع عرض می کنیم. این غلام خانجات استثنانهی مراهم همایونی که در مدت 40 سال شامل حالی در ریلی نقدار شده است، اگر به 10 سال عمر داشته باشم و خدمت گذاری بکنم باز از احسین سرش مراهم شاهانه در نیامده. از خداوند این غلام خانزاد و سایر مدرای ازام توفی و خدمت گذاری به درین نعمت به کل خودمان می خواهیم که انشاءالله در سایه مبارک همایونی اسباب ترقی دولت و اهالی مملکت ایران به بس احسن فراهم آید. به خداوند ذات عبدت همایونی رو سلامت دارد که نسخه ای از دقایق را در مرحمت نسخت به خانزادان فروگذار نفرموده. همین طور که علایتت عبدت همایون فرمایید فرموده در جناب اجدر اطابت اعظم بعد سامیدن، امیدواری خداوند قوت و قدرت عطا فرماید که به مراسم جنتاری مبارک. خب دوستان، دیدید و شنیدید، اون همش میگه ما بزرگ هستیم و والا و بالا هستیم و سایه خدا هستیم، این بیچاره هم همش میگن ما خاک نمیدونم زیر پای شما هستیم و بدبخت و بیچاره هستیم. همین هست که مملکت مهم نیست زمان شاه باشه یا زمان شیخ باشه، تا ملت عوض نشن هیچ چیزی تغییر نمی کن. ممنونم از آقای سرهنگ عقیلی پور. آقای مصطفی زاده یه ایمیلی فرستاده، من این ایمیل رو بخونم. اون دوستی که در رابطه با این با من صحبت کرده بود که آقای سوربی، فقط این نیست که شما یک نوشته‌ای قبل از برنامه یا بعد از برنامه بذاری و به قول خودت از سلب مسئولیت کنی یا رفع مسئولیت کنی از خودتون و تلویزیون و یه چیزایی به غیر از قانون، اگر کسی میخواد چیز کنه میتونه کلن یه تلویزیونی رو درست کنه تو اون خط و اینها. آقای مصطفی زاده یه مقداری ناراحت شده و پاسخی که دادن اگه بتونم پیداش کنم برای این دوستمون میخونم. دوستی که گفته است: جناب سوربی، هر شخص یا هر سخن که از نظر من درست باشد به تایید آن اقدام می کنم و عکس این موضوع نیز صادق است. پس اگر دوستان شما گفتن که من از شما خوبی گفتم، این مربوط به زمانهایی است که از نظر من سخن یا عمل شما خوب و درست بوده است. در ضمن
چنانچه مقدور و ممکن است موضوع این ایمیل را به اطلاع اون بیننده بینام و نشان و ترسو و شاید هم نادان برسانید. در پاسخ به این دوست که در رابطه با شرایط من و شما اظهار نظر کرده اند باید خدمتتان عرض کنم که این دوست هم مانند بسیاری بیتوجه تشریف دارد. فرمایش ایشان در مورد خاتمه یافتن یا خاتمه نیافتن مسئولیت شما در رابطه با گفتار برنامه سازان تحت عنوان یک مدیر تلویزیون زمانی، اجازه بدید من بذارید براتون بگم. خب وقتی که اینجا تعطیله، همسر من منزل زورا و زحمت میکشه نمیذاره ما گرسنه بمونیم. اینه که حالا امروز من مثل روزای دیگه مثل تنبک شکمم خالی نیست، میدونید داخل تنبک خالیه، خیلی صداش خوب در میاد. این که امروز نهار خوردم و کم مونده همینجا بخوابم. در صورت فرمایش ایشان در مورد خاتمه یافتن و خاتمه نیافتن مسئولیت شما در رابطه با گفتار برنامه سازان تحت عنوان یک مدیر تلویزیون زمانی درست است که شخصی بخواهد به طور مثال در تلویزیون آموزش ساخت بمب و یا اعمال تروریستی برقرار کند. البته اگر صحبت او برخلاف قدرتمندان غربی و صهیونیست ها باشد، ولی این نیز بلا مانع است اگر در تضاد با حکومت و یا شخصیت های مخالف امیال کثیف قدرت های غربی و صهیونیست باشد. امروزه ما شاهدیم که در تلویزیون ها اشخاص و عقاید به ویژه از نوع اسلامی به شدت و آزادانه مورد زشتگویی افرادی قرار می گیرد و مورد حمایت نیز قرار می گیرند. در ضمن از این دوست بپرسید آیا شخصی را که از بیان نام خود ترس یا شرم دارد می توان انسان یا شخص حقیقی یا حقوقی نامید؟ در رابطه با فرمایش ایشان که دستور فرمودن اشخاصی مانند من باید خود تلویزیونی به راه بیندازند و هرچه میخواهند در آن بگوید، عرض میکنم که فقط در انتظار دستور ایشان بودم. امر شما اطاعت میشود. البته وقتی که به یورش بنده مبتنی بر اشخاص حقیقی یا پرسشه به پرسش بنده مبتنی بر اشخاص حقیقی و حقوقی پاسخ بفرمایید. با تشکر بسیار از شما ارادتمند مصطفی زاده. ممنونم. در رابطه با این هم آقای مصطفی زاده درست میگه. ما متاسفانه میبینیم که حتی مثلا اونهایی که میگن آقا نمیدونم بی ادبی نکنید فلان، اینها بعد میبینید خودشون اون تلویزیونی که دوست دارن اون گویندش 100,000 مرتبه بیشتر بی ادبی میکنه، تهمت میزنه، تهدید میکنه، ولی از نظر اونها خبری نیست. در هر صورت کارمون خیلی خرابه، خیلی طول میکشه درست بشه، یه مقداری باید صبور باشیم. آقای بهارلو معرف حضور شما دوستان هستن. ایشون سالهای سال در وایس آف امریکا کار میکرد و بنده هم این افتخار رو دارم با ایشون هم شهری هستم، هم چندین بار صحبت کردیم و به قول معروف چیز شدیم، چی میگن، مصاحبه هم داشتیم. آقای بهارلو با پسرش فیلمی رو درست کردن که این فیلم حقیقتش یه فیلم مستند بود از ویدیوهایی که توی بایگانی های مختلف دنیا موجود هست و اینها، و اسم اون فیلم یا ویدیو هست دیولوشن، که توی اون ماجرای ایران و دنیا و اینها رو نشون میدن و به نظر خودشون تحقیقی کردن که این فیلم هم به اصطلاح ممکنه بتونه به بعضیا کمک کنه. و اما گهگاهی هم نامه می نویسن. حالا من نمیدونم مثلا این نامه‌ای که ایشون آقای بهارلو نوشته برای آقای سندرز و جلوش هم نوشته حضرت جناب سندرز، اولا این حضرت جناب سندرز رو چجوری ترجمه میکنن به انگلیسی؟
حضرت نمیدونم مگه مجلس نمیشه چی میشه. در هر صورت ایشون نگفته که من تا همین دیروز شما را پیرمردی ایدئالیست و بی آزار تصور میکردم که هرچند حرف و عملش زیاد به هم نمیخواند، یعنی هم ادعای لیبرال و روشنفکر افراطی را دارد و در این حال قسم و آیه میخورد که در دینداری و رعایت اصول مذهبی هیچ کس به پایش نمیرسد. من این رو نمیدونم آقای بهاردو شما از کجا، چون همونایی هم که تازه چیز میکنن میگن این آقای سندرز یک یهودیه که خیلی دنبال دینش نیست، ولی شما از کجا اینو پیدا کردید که ایشون آیه و قسم و اینها بمانه؟ بعد نوشتید که رعایت اصول مذهبی هیچ کس به پایش نمیرسد و اگر اینطور نبود اصلا خودم را کاندید نمیکردم. من نشنیدم این را آقای سندرز گفته باشه. هم ادعا میکند با شرکت ها و کارتل های گردن کلوف در نزاع است و همزمان با مخالفت با کنترل اسلحه، در حقیقت با بزرگترین کارتل های روی زمین که همان کارخانه اسلحه سازی باشند لاس میزنند. حالا بذار درتون بگم آقای بهاردو خب خیلی طرفدار پادشاهی هست و وضعشون خوب بوده، زندگیشون خوب بوده. اتفاقا اون روز آقای کاظم افشارها یه صحبتی رو کرد که من واقعا خیلی خوشم اومد. گفتم من بارها گفتم بابا شما این ورشو میدیدید، ملت اون ورشو میدیدید، شما مثلا خیابون پهلوی زندگی میکردید، مردم ممکن دروازه غار زندگی میکردن، یا تو شیراز خیابون قصرالدج زندگی میکردید، مردم مثلا کلم و شیر زندگی میکردن، دروازه شاهدادی زندگی میکردن، دروازه قصابخونه زندگی میکردن، کوی زهرا زندگی میکردن که اسمش کوی فرح بود حقیقتا. خب ولی آقای افشارا اینو خیلی قشنگتر توضیح داد، گفت شما وقتی که چشمتونم خوب باشه هیچ اشکالی نداشته باشین، ولی یه چیزی رو خیلی نزدیک بیارید دیگه نمیتونید ببینید یا نمیتونید بخونید. این از این ماجرا. در هر صورت آقای بهاردو اگر دوست داشته باشید یه بار بیاین، این بار بیاین با همدیگر رو چلنج کنید. من شما رو به چالش میطلبم که شما بیاید برای ما تعریف کنی دوران شاه دوران خوبی بوده، شاه آدم هم با سوادی بوده هم با سیاستی بوده و الی آخر، و منم نظرات خودم رو بگم. البته ایشون از من خیلی مسنتر هستن، احتمالاً یه جایی دیگه بالاخره وقتی مثلا من میگم آقا 1350 اینجوری دیگه ایشون هم یادش میاد، ایشون میگه منم میگم. در رابطه با این به چالش طلبیدن اینها یه برنامه فوق‌العاده‌ای من برای شما دارم. کاغذام کجاست؟ همین، خدا از سر کاغذ تکس نگذره، به خاطر این کاغذهای تکس تمام این آفیس ما به قول معروف ریخته به هم. ببینیم این چیه این چیه. آها، دو تا، یکیش 200 دلار، یکیش همش بیله، بیل و کلنگه. خب سل، آها ببخشید، بله میتونم رو این بنویسم، بله اینو بنویسم که یادم باشه. پنج شنبه دوستان، ما پنج شنبه ها برنامه زنده نداریم، ولی این پنج شنبه ای که میاد، امروز 15 همه، پنج شنبه 18 هم، یه مهمانی رو داریم که میان و از همینجا از این استودیوی نقلی ما با شماها دو ساعت صحبت میکنن. اگه دوست داشتن تلفن رو باز میذاره، دوست نداشتن من و ایشون صحبت میکنیم. ایشون به من گفته شما که برای من وزنی یا وزنه ای نیستی، برو از خودت بزرگترها رو بیار تا با هم به اصطلاح صحبت کنیم. به همین خاطر من از دوستانی که هم فکر من هستن خواهش میکنم روز پنجشنبه حتما اینجا حاضر باشید که من اگر کمک خواستم شماها بیاین کمکم. گرچه بگم ما خیلی وقتا با اونایی که فکر میکردیم اختلاف عقیده داریم، وقتی دو جمله با هم صحبت کردیم دیدیم بابا دوتامون داریم یه چیزی رو میگیم، ولی اون مسئله بود که اون میگه مثلا انگور، اون به یه زبان دیگه میگه گریپ، اون به یه زبان دیگه میگه، همشون منظورشون یه چیه، گویششون مختلفه. پنجشنبه بنویسید الان توی تقویم، میتونیدم روی پیشونیتون بنویسید که توی آینه که میرید ببینید یادآوری بشه. پنجشنبه 2 بعد از ظهر یه برنامه فوق‌العاده داریم به مدت 2 ساعت، حالا 1 ساعت ایشون طول بکشه 2 ساعت، ما 2 ساعت رو برای ایشون گذاشتیم. پنجشنبه 18 فوریه
دو بعد از ظهر با این دوستون هستیم، بهتون نمیگم اسمش کیه که سورپرایز باشه. این کلمه سورپرایز بعض جاها خوبه بعض جاها بده. ما به همه دوستان گفتیم برای این سورپرایز یک کلمه شما میتونید پیدا کنید، مثلا تولد میگیرن همه قایم میشن، بعد این طرف میاد درو باز میکنه همه داد میزنن سورپرایز. به ایرانی چی بگیم؟ بهترینی که پیدا کردیم این بود، مژده یک کلمه هست، اون میگه سورپرایز، این میگه مژده. حالا دیگه شما اگه چیز بهتری دارید اونا رو هم بگید و بفرستید و زنگ بزنید پیام بذارید تا در این مورد هم صحبت کنیم. و برام فرستاده پرایوت جت رنتال، یعنی اگه میخوای هواپیمای شخصی اجاره کنی. یک آقای هست به نام جان الیور، این انگلیسیال اصله ولی آمد اینجا و کمدینه. شما اگه این روزا میخواین اخبار رو صحیح بدونید و بخونید و ببینید، دوستان برنامه اینهایی که به صورت کمدی میان اخبار رو تجزیه و تحلیل میکنن تفسیر میکنن، اونو اگه گوش بدید از همه چی بهتره، چون اوریان میکنه اون چیز رو. این بار درباره این بار نه خیلی وقت پیش درباره این کلیساها صحبت کرده که پیدایششون چجوریه، چجوری از مردم سوء استفاده میکنن، چجوری پولی که میگیرن مالیات نمیدن و الی آخر. به نظر من این دیدنیه، حتما ببینید. اگر دسترسی به گوگل و اینترنت و اینها دارید، جان JOHN الیور، مثل همون الیور تویست بود، الیور هر جور دوست دارید، مثل الیو، مثل زیتون اینجوری الیور. و این هم از این. و اما امروز یه دوست خوبی دارم از کجا بهتون بگم، از فلوریدا یک عکسی رو فرستاده که این عکس رو من قبلا هم نشون داده بودم ولی امروز باز نشون میدم، میخوام نظر شما رو جویا بشم و ببینیم که این عکس ها آیا کمک میکنه به آخوند، کمک میکنه به اپوزیسیون یا ضربه میزنه به اپوزیسیون. ببینید یه جایی تظاهراتی بوده، چیزی بوده، اینجا نوشته امدادگران، اینجا نوشته زنان، اینها هم پرچمای لا اله الا الله اینها، ولی این جلو یه بنری هست. حالا من میخوام بهتون بگم، چون اون دوستمون گفته که خب نه شما واردی که اینو تونستی بفهمی قلابیه، میگم نه عزیز من، وارد بودن احتیاج نداره، یه مقداری دقت میخواد. بذارید من این عکسو براتون، کجا رفت، اگه بشه بزرگترش کنم، یه جایی داره که این رو بزرگترش میکنه، حالا نمیخواد، براتون من میام این گوشه رو نشون میدم. ببینید این گوشه رو شما ببینید، نگاه کنید اصلا اون که اینو نوشته گذاشته رو روی این چقدر ناشیانه. مثلا اینجا فاطمه زهرا، نگاه کنید یه چارگوش، مثل اینکه اون وقتا اینایی که میخواستن یه جرمی مرتکب بشن یه نامه‌ای می‌نوشتن برای پلیس، برای یه کسی میخواستن ازش، مثلا بچه‌شو دزدیده بودن میخواستن ازش پول بگیرن، میومدن از روزنامه نوشته‌ها رو می‌بریدن با چسب میچسبوندن روی کاغذ میفرستادن که حتی دستخط خودشون پیدا نشه. ببینید اینا چقدر ناشیانه. این بنر رو گذاشته اینجا، حالا ممکنه این بنر بوده مثلا یه چیزی مثل این که نوشته زنان فلان جلوش بوده، برداشته اونو سفید کرده، سفیدم نه خاکستریش کرده، بعد روش ببینید اینا، نگاه کنید، نمیدونم واقعا پیداست تو کامپیوتر و تلویزیون های شما یا نه، این فاطمه زهرا تا اینجا بریده سفیده، این یکی از اینجا تا اینجا بریده، بعد کجه. شما اینو اگه کسی نوشته بود، چون این بنر این بالاش به خاطر چوب صاف وای میسه وسطش میاد پایین، پس این نوشته ها باید از اینجا شروع بشه بیاد پایین اینجا دوباره بره بالا. حالا سوال من از شما اینه دوستان، اولا این بنر رو که میفرستید انتظار دارید که مثلا یکی مثل من که میبینه، تازه اگه نفهمه این فتوشاپه، بخنده گریه کنه چیکار کنه؟ با دیدن این عکس باید چیکار کنیم ما؟ آیا اگه شما جای آخوندا بودید تو ایران خوشحال نبودید که اونی که ادعای مخالفت میکنه با شما فهم و شعورش انقدره توی قرن 21 حتی نمیتونه یه عکسی رو قلابی درست کنه؟
این نظر من. به نظر من اینا ضربه است به اپوزیسیون حقیقی که نداریم و حقیقتا از اپوزیسیون کمپوزیسیون ساخته و میسازه. این نظر من. و اما دوستمون نوشته عکسی از تظاهرات 22 بهمن که سوژه شد. خب ببینید این خیلی جالبه، رفتن یه عکسی گرفتن، این حقیقته. الان توی ایران خیلی از لباس‌ها چیزای آمریکایی انگلیسی روش نوشته، ولی طرف بدونی که بدونه میپوشه یا بدونی که بفهمه اونا رو داره. مثلا اینجا نوشته که عکسی از تظاهرات 22 بهمن که سوژه شد. این عکس رو هم می‌بینید، دوشنبه 26 بهمن، اینجا بالا بذارید براتون بیارم، اینجا دوشنبه 26 بهمن ما ایران پرس نیوز گذاشته. نوشته بهار نیوز گفته که این روزها تناقض بین نوشته روی لباس یک جوان ایرانی که در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کرده بود با شعاری که در دست دارد خوراک رسانه‌های خارجی شده است. در این عکس دو جوان ایرانی که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کرده اند تصویر شعار مرگ بر آمریکا را در دست دارند، در حالی که یکی از آنها لباسی را که روی آن به انگلیسی نوشته شده من عاشق نیویورک هستم بر تن دارد. این میبینید دیگه I love New York، ولی اینجا نوشته که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، مرگ بر آمریکا، down with America یا down with USA. این نه فقط اونجا، اینجا هم هست. طرف یکی یه لباسی یه پیرنی چیزی میخره، اصلا بدونه که متوجه شعارش بشه میپوشه، و این جوانان وقتی میرن اونجا، این که این پلاکارت رو تو خونش چاپ نکرده، این وقتی میره اونجا همینجا همینجوری بود، اینجا میمدن گفتن تظاهرات برای حقوق بشر، بعد آقایی حالا نمیخوام اسمشو بیارم با یه واند میومد عکس رضا پهلوی و عکس پرچمای چیزی به همه میگفتن پرچم نیارید، عکس هیچکی رو نیارید، این برای حقوق بشره، برای دنیاست. بعد یه دفعه عکس رضا پهلوی رو میوردن، پرچمای شیر خورشید رو میوردن، اینجوری شد که دیگه مردم نرفتن و نمیرن. از اون ور تظاهرات میذاشتن که چنین و چنان نیارید و فلان، اینها یه دفعه از این خیلی هم می اومدن برای راهپیمایی، از اینجا که راهپیمایی شروع می شد اینا از اون ور رفته بودن جلوتر، ماشین و پلاکارت عکس خانم مریم رجوی آقای رجوی گذاشته بودن. اون بیچاره که اون پشت می اومد نمی دید که تو راهپیمایی هم شما سه نفر جلو که می بینید. انقدر این کثافت کاریاری کردن که الان دیگه کسی میل و رغبت نداره، اهمیت هم نمیده، مجبورن برن تظاهر کننده کرایه‌ای بیارن. در صورت این عکس نوشته که ما به اصطلاح بحث ساز بوده و اینها، و به نظر من این همه جا اتفاق میفته، تو آمریکا و اینها هم هست که طرف یه چیزی میپوشه، یه لباسی میپوشه که به اصطلاح با ممکنه حتی با مرامش چی میگن توفیر داشته باشه، مخالف گفته ها و چیز خودش باشه. اون روز بهتون گفتم که دوست ما خانم نیر یه ویدیویی رو فرستاده بود و توی این ویدیو نشون میداد که دست انگشت یه نفر رو میبرن، چاقو هم دست اون بود. من اصلا نه دلم اومد نگاه کنم نه فهمیدم اینا چی میگن صحبتاشون اینها، و خانم نیر شکایت کرده بود که چرا نشون ندادید. گفتم اولا از ما نخواستید ما تلویزیون نشون بدیم، دو من اگه خواست بودید نشون نمیدادیم چون چیز هست، سه من نشون بدم چه اتفاقی میفته. آیا شما آخر این ویدیو میگید ملت اگر این رو دیدید به غیرتتون برخورد، بیان مثلا توی فلان میدون انگلستان، توی فلان میدون روسیه، توی فلان میدون آلمان چه کار کنیم، یا بیان توی فلان میدون ایران چه کار کنیم، چه پیامی رو میخوایم برسونید؟ ببینید حالا من با وجودی که گفتم اینا رو نشون نمیدم، بفهمم این یک من اینو به شما نشون میدم. نوشته نه اشتباه نشود، این تصویر کشتار داعش نیست، اینها سربازان ارتش ترکیه هستند. خب شما که من این فیلم رو نشون دادم روز دوشنبه تو خراب کردم، این بیچاره جوون بخت برگشته رو میبینی که بند انداختم، والا حیوان رو هم اینجوری
حلق آویز نمی کنن، اینجوری نمی کشن، اینجوری از بین نمی برن. الان همینجا هی روش هایی رو انتخاب می کنن که با این روش بره ها رو سر ببرید، گاو رو سر ببرید، مرغ رو سر ببرید که کمتر زجر بکشه یا خیلی سریعتر کشته بشه. حالا من اینو به شما نشون دادم، اون ویدیو رو هم شما دوباره بفرست، دوباره من نشون بده. آخه که چی؟ دادی بیداد. خب و اما ریشه واژه سید پس زمینه جامعه شناختیش و دروغ‌های شیعیان در مورد نسبتشان با قوم قریش. اینایی که میگن ما فرزندان پیغمبر هستیم به همین خاطر به ما میگن سید، گوش کنن و با دقت گوش کنن. اینم مطلب ببینید مستند، قشنگ بهتون میگم کی نوشته، کجا فرستاده و ما هم میخونیم. ریشه واژه سید، و گفتیم سید واژه ایست عربی و معنی آن در زبان پارسی آقا و در زبان انگلیسی مستر است. عرب ها زن را سیده می نامند. پس از چیرگی تازیان بر ایران که در نیمه سده هفتم میلادی روی داد، به کار بردن واژه ها و سرنام های عربی رواج یافت. مردم به هنگام بانگ زدن عربان آنها را با سرنام، یا این شورنام من نمیدونم، عربی سید بانگ می زدن. خود عربان هم یک دیگر را با سرنام سید یک بانگ می زدن. من از کلمه سرنام تا الان نشنیده بودم، میدونم پیشوند و نمیدونم پسوند و اینها رو می گفتن، ولی سرنام نمیدونم، شاید این یا آمریکایی‌ها دارن شورنیم میگن، بانگ می زدن. شگفت انگیز این بود که عربان ایرانیان را سید ننامیدند و خود ایرانیان هم همدیگر را سید نگفتند، زیرا عربان خود را بالاتر از ایرانیان می‌دانستند و چنین کاری را روا نمی‌دانستند که به زیر دستان و بندگان خود سید بگویند. اما آن دسته از عرب‌ها که زنان ایرانی را اغلب به زور و در طی تجاوز به همسری گرفتند و از آنها دارای فرزند شدند، اجازه بدید ببخشید خیلی دیگه سریع برای چشماتون دارم تعویض میکنم، اجازه بدید کجا بودیم، کامرای دو نمیدونم، این نوشته ها میتونید بخونید یا ریز هست، بذارید یکم من اینجوری ترش کنم شاید درشت‌تر بشه، بهتر باشه. خب البته درشت شد، حالا ما باید تصویر رو، خیلی کار داره، نداریم، دست تنها هستیم، دوستان هم که همت ندارن، این همت ندارن با همون غیرت ندارن، یکی ها یک کمی مؤدبانش میکنیم که بهشون بر نخوره، چون میدونید شما میتونید این روزا فوش رو توی آلومینیوم بپیچید، قشنگ زربرق و گل و اینها به مردم بدید. یه احمقی به نام زرند اون روز یه ایمیلی برای من اومده بود، من برای همشون نوشته بودم که شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، این مردک یا زنک احمق، حالا دوستان شما هی بگید نگید احمق فلان، بابا بعضیا رو باید بگیم احمق که درجهش معلوم بشه، مثل یک کسی که معلمه میگیش معلم، یکی دبیره میگی دبیر، یک مهندس میگی مهندس، یکی دکتر میگی دکتر. اینم وقتی یک کسی زحمت کشیده خودش رو به حماقت رسونده باید درجهش رو بگیم. این احمق برداشتی نشته آقای سربی برای من که سابقه شما را میدانم ایمیل ننویس. نوشتم سابقه من چه بود چه بوده، از خونه شما بالا رفتم، ثروت بابات رو دزدیدم، ثروت مردم رو دزدیدم، و احمق تو اگه بلد نیستی، اگه نمیخوای ایمیلی به دست برسه بلاک کن طرفو، ولی حالا که نوشتی هر چی فوش بلد بودم براش نوشتم. بعد نوشت بله از افرادی مثل شما انتظار بیشتری نیست. گفتم آخه مردک تو یه ساعت توهین کردی، تهمت زدی، فکر کردی نقل و نبات دادی، حالا انتظار نقل و نبات و شیرینی داری؟ بماند. این هم سید و اینها. گفت خوندیم تا همدیگر را سید نگویند و همسری گرفتن از آنها دارای فرزند شدند، این فرزندان چون پدر عرب داشتند می توانستند کلمه سید را به کار ببرند، فرزندان این فرزندان نیز می توانستند همین کار را بکنند، از این رو گروهی ایرانی پیدا شدند که پدر یا نیای عرب داشتند و سید نامیده شدند. به یاد داشته باشید این گروه فقط عرب زاده بودند، نه از خاندان ویژه‌ای مانند خاندان محمد یا قریش. خب حالا ما به این دوستمونم یه سوالی میکنیم، آقا
ما تا امروز فکر می‌کردیم اینا اصلا بچه حضرت محمده. از امروز شما ثابت کردی که اینا بچه حضرت محمد نیستن، بچه یه سرباز پاپتی عرب هم. So what؟ حالا چی کار کنیم؟ اینو کی نوشته بود براتون بیارم این بالا نشون بدم؟ بله، این دوستمون آقای شیرازی فرستاده بود، ولی نوشته که منبعش دو قرن سکوت، نوشته دکتر زرینکو. دو قرن سکوت کرده، حالا هم که نوشته چی نوشته، چقدر مشکلای ما حل شد. خدا وکیلی اگه این نبود ما مجبور بودیم امشب با پای برهنه بخوابیم. اینم از این. و سید رو هم گفتم، خجالت همراه با بغض. خب این رو هم دوستان بیاین با هم بخونیم و ببینیم. نوشته که خجالت همراه با بغض. اینجا شیراز پایتخت عربستان سعودی است، یا شهر شعر و ادب پارسی. شعر حافظ و سعدی، شعر کوروش، شعر هخامنشیان، شعر لطفعلی خان زند و زندیان، شهر فرنگ غنی پارسیان. نامهای خیابانهای شیراز: ابوالنصر، الحسینی الهاشمی، بنی هاشمی، دایی الله، فرزدقی، فدک یا فتک، ابوذر قفاری، شقاقیان، طلاب، فتحیه، سجادیه، منصوریه، فضیلت، فلاحت، رسالت، ولفرج، یقطین و آیا فقر واژگانی دارایم. دوستان نگاه کنید نوشته ها رو. آیا فقر واژگانی داریم یا دارایم؟ آیا در کل عربستان یک خیابان را می توانید بیابید که نام پارسی داشته باشد؟ خجالت همراه با بغض. خب اینم درست مثل همون. ببین دوست عزیز، وقتی یه مملکتی یه پادشاهی داره، یه سیستمی داره که افتخارش این میشه که نمیدونم میدون کندی داشته باشن، خیابون روزولت داشته باشن، نمیدونم رستوران چاتانوگا داشته باشن، بعد که اون فرو میریزه تفریط و افراط، بعدش این میاد میخواد هر چیزی اسم خارجی داشته برداره بکنه عربی. حالا خیلی شما نگران این اسما نباش، امیدوار باش بعدی که میاد آدم باشه، انسان باشه، به جای کندی و روزولت و این عبدالله و فلان، چهار تا اسم ایرانیایی که زحمت کشیدن، نه چاپلوسا، نه اونایی که مقامی داشتن، اونا رو بذارن. حالا تازه شما اینو نوشتی، ما هم فهمیدیم بغضم گلوتو گرفته، چه باید کرد؟ نمیدونیم. خب اینم از این. بریم سراغ نوشته های بعدی. بله، درگیری و مشاجره بین عرب ها و عوامل رجوی در تظاهرات فرقه در پاریس. از افشاگری های عرب های شرکت کننده در تظاهرات عکسی از حمل پرچم های اسرائیل در تظاهرات مجاهدین خلق در پاریس، برهم زدن سخنرانی یک لابی اسرائیلی فرقه رجوی توسط عرب های آورده شده به تظاهرات، بیانیه شخصیت های عرب شرکت کننده، همکاری خودمان با سازمان مجاهدین را به حالت تعلیق در می آوریم. از نظرات عرب ها زیر بیانیه سازمان مجاهدین 300 عرب سوری و عراقی را با اتوبوس از بلژیک و آلمان به تظاهرات آورده و هدفش بهره‌برداری از ما عرب ها برای پیشبرد اهداف خودش بوده. آقا یکی به این عرب ها بگه چه هدفی؟ دوستان هیچ کس هدف این سازمان مجاهدین الان دیگه میدونه چیه؟ هدفشون چیه؟ برنامهشون چیه؟ وسیلهشون برای اجرای این برنامه چیه؟ بله اینجا هم هست، عکس ها و اینها رو بذارید بهتون نشون بدم. اینو آقای حسین نجات فرستاده، درگیری و مشاجره بین عرب ها و عوامل رجوی در تظاهرات فرقه در پاریس، دوشنبه 26 بهمن. خب ممنونم از این دوستان. دوستان یادتون باشه، شما و دیگر دوستان، هر کسی مایل باشه میتونه در تلویزیون مردم همین جوری که الان این، یعنی بگم از اینجا نوشته تا اینجا، خیلی جالبه، من از چپ میام به راست، اونجا از راست به چپ یا از چپ به راسته. در صورت این دوستی که
دعوت کردیم و یعنی ایشون پیشنهاد کرده بیاد به اصطلاح به مجادله، که ما که با کسی جدال نداریم، مناظره ما چیزی نمیدونیم بخوایم با کسی مناظره کنیم، بحث و گفتگو کنیم. به قول آقای اجلالی که امروز ساعت 4 بعد از ظهر با شما خواهند بود، ضیافت گفت و شنودی داشته باشیم. ایشون میگفت که آی سوری، من اگه آمدمم نمیخوام شما بشینی دست راست من بشینم سمت چپ، من میخوام بشینم سمت چپ شما بشینی سمت راست، که من نمیدونم. خب من اگه بشینم اینجا تمام این وسایل کنترل، حتما هم دیدید مثلا من صدا رو میخوام زیاد کنم با این دستم، بعد باید چی بگم؟ باید بگم آقای فلانی لطف کنید این صدا رو ببرید بالا، آقای فلانی لطف کنید اون ماو. اصلا این دوستان هم البته میدونید که بعضیا هستن، میگه وقتی میخوای عکس از نیم رخ بگیری ازت میپرسه کدوم پروفایل، کدوم طرفت قشنگتره یا کدوم طرف رو دوست داری. من یادم یه دوست داشتیم توی شیراز، آقای جمال قاسم زاده، این هر وقت میخواستیم عکس بگیریم میگفت سر کن اینجوری میکرد، نگاه اونور میکرد، نگاه دوربینم نمیکرد، اینجوری عکس میگیره. این آقای استیون کولبر چون یه گوشش کره، اصلا مثل که اشکال داره، اصلا وقتی دنیا اومده اون یاد بالاخره یه گوشش اصلا کوچولوه، از بیرون هم شما می‌بینید یه گوش کوچولو، این هر وقت یه کسی میخواد یه چیزی بگه، عکسی بگیره، اینها فوری اینجوری میکنه که گوش چپش رو ببینید. در اصل نمیدونم، میخوام از این دوستم سوال کنم آیا این فلسفه شما بشینید دست راست یا دست چپ. حالا جالب اینه، من وقتی برنامه‌هامو شروع کردم توی تلویزیون رنگارنگ سمت اینور می‌نشستم، دلیلش هم این بود که مهمون اینجا بود، تلفن اینجا بود، من با این دست به اصطلاح تلفن رو جواب میدادم. ولی الان که کامپیوتری شده و دیجیتال شده اینجا میشینم، چون وسایلمون هم اینجاست، تمام این کنترل دوربین و این چیزا اینجا هستن. در صورت برنامه پنجشنبه فکر میکنم برنامه جالبی باشه، حتما ببینید. و اما داستان زندگی یک جوان ایرانی رو با هم به اصطلاح میبینیم و مرور میکنیم، که این رو از تلویزیون من و تو نشون داده. و من باز این سوال از شما میکنم، وقتی یه ایرانی یه جا موفق میشه، مقامی کسب میکنه، من و شما بهش افتخار میکنیم، بعد یه ایرانی یه جایی از زندان کالیفرنیا فرار کرده بود 2 هفته پیش، یه ایرانی یه جایی توی تایلند پاسپورت قلابی چاپ میکنه، ما باید چی کار کنیم؟ یعنی شرم و خجالت اون رو هم باید به یک جوری به خودمون تزریق کنیم، چه کار کنیم؟ در اصل یک نوشته که حنیف بالی، این ویدیو هست، اگه خواستید بعدا برید بزنید، چون من ویدیوهای دیگران رو اگر اینجا نشون بدم یوتیوب ما رو یکم اذیت میکنه. حالا درباره ویدیو اینها، بعضی وقتا این ویدیوها پاشون به یوتیوب نرسیده و ما میتونیم این رو نشون بدیم. امروز یه ویدیویی به شما نشون میدم، چون در رابطه با انتخابات و اینها هست. بذارید ببینم آدیو والیوم لول بعد 50 خوبه، صدش میکنیم که شما مشتری بشید. بفرم این ویدیو رو بریم با هم ببینیم، بعد میخوام شما نظرتون رو راجع به این آخوند یا راجع به آخوندهای دیگه مثل این یا راجع به آقای صادق زیبا کلام و دیگران بدونم. این هم صدا بالا، بفرمایید. چی شو؟ خب نشون نمیده، اب نداره، براتون به یه رقم دیگه نشون میدن. گفت اختیارش دست خودمونه. بذارید اینجا توی انتخابات مجلس قبل. نه صبر کن تو من بیام، تنها نرو. 4-3 بفرمایید. اینو با هم دوستان ببینیم و بشنویم. آخوند راستگو، این رو فیسبوک خود آقایان چیز دادن، به اصطلاح آمار دادن که آقا در شهری مثل تهران حدود 38-40% مردم شرکت کردن، بعضی آمارا پایین تر از اینه. خب شما این همه در ایام انتخابات که میشه از رهبری خرج میکنین، 8 تا کانال 24 ساعته دارین بمباردمان تبلیغاتی میکنین، آوی ملت بهشتتون با این انتخابات تضمین میشه، اگر رأی ندین میرین قهر جهنم، تکلیفتون اینه، 38% اومدن شرکت کردن، همه ضد انقلاب شدن. اون 50% اینا کیان؟ این ملت نیستن؟ موقع انتخابات که میشه دختر سربرنرم نشون میدیم که میخواییمش، انتخابات که بسته شد دوربین دوباره بسته میشه، نه فقط خانم چادری مال ماست،
این حقوق بازی ها چیه؟ اگه اون مال این انقلابه، مال این نظامه، بعد از انتخابات هم این شهروند ماست، ملت ماست. اگه نیست انتخاباتش هم نمیخوایمش. مغز حیوانه چی که نخوردیم میفهم، ملت میفهمن، عقل دارن، تحلیل دارن. بیدردهای بیدرمون اقتصادی یه عده از دیری دارن میترکن، یه عده هم بیاد ببینید به خودفروشی رسیدن. باید انتقاد کرد، منطقه انتقاد دلسوزانه، به جا، به وقت. حتی میشود طبق این آیات که بخون میشه به رهبری نامه نوشت. این ضد ولایت فقیه نیست، این پیشرفت نظامه، این دلسوزی مردمه. اگه کسی ضد این نظام باشه کاری نداره، میگه حالا بعدن فلان هیچی نگو هیچی نگو، بعدن انفجار درونی که رخ داد بهشون میگه. شاه هم اومده بود کنار اون مجسمه ایستاده بود، کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم. شاه که داشت فرار میکرد یه کسی اومد گفت قربان اجازه هست من چیزی بگم؟ گفت بگو. گفت به پدرت، اعلی حضرت پدر، نمیشد دروغ گفت، به شما هم نمیشد راست گفت. کار به اینجا رسید. حالا من نمیدونم، خدا نکنه جمهوری اسلامی به دومی مبتلا بشه که نشه بهش راست گفت، همه مجبور بشیم متملق و چاپلوس بله قربان آسوده باشید، الحمدلله همه چی بر وفق، همه جوان ها انقلابی هست، همه دختران چنین هست، مملکت همه گوش به فرمان هست. خب دوستان، نظر شما راجع به این آخوند که خود همینم موقع انتخابات میاد این حرف رو میزنه، یا اون یکی دیگه که گذاشتم روی فیسبوک که میگه بابا همه اینها تقصیر آمریکا نیست، نظرتون چیه؟ آیا اینها سوپاپ اطمینان رژیم هستن یا اینها واقعا دلسوزانه، مثل افرادی که دلسوزانه به شاه گفتن آقا خیلی داری تون میری، ترمز کن، استراحت کن، مثل من که با آقای اوسانلو میگم آقا انقدر تون نرو، این وبسایتی که درست کردی انقدر تعریفش میکنی، اولا تا حالا چند نفر اومدن روش؟ اگه 1500 نفر آمدن، 4 نفرش که من، آقای رضا پهلوی، صدام حسین، نمیدونم حسن البیکر، آدولف چی بود، و حسن منصور، آدولف هیتلر، اینا رو من ثبت نام کردم و این درست نیست، ولی گوش نمیدن. شما نظرتون چیه؟ این آخون واقعا داره راست میگه، حقیقت میگه، از دلش سخن میگه، یا این سوپاپ اطمینانی هست که همون جوری که اون داره فعلا گشت ارشاد رو جمع میکنه، میگه فعلا اذیت نکنید به این زنها، دخترها بیان رای بدن، اینم مثل اوناست، اینم یه برنامه از آخونداست که با مهارت خاصی اجرا میکنن در یه زمان خاصی که ملت خیالشون راحت بشه، بگن خب بابا ببین خودشونم دارن میگن، یا دلشون اصلا راحت بشه، آسوده بشن. این رو اگه لطف کنید یا تلفن بزنید، پیغام بذارید، یا به اصطلاح ایمیل بزنید، یا روی فیسبوک بنویسید. این هم از این، ممنونم از شما. و اما ایام عید نزدیک میشه و ایرانی ها دوست دارن گندم سبز میکنن، عدس سبز میکنن، سبزی برای سفره عید، که این سفره عید هم از هفت سین به هفت شین نمیدونم چی بوده تبدیل شده، اون موقع میگن چون یکی شراب بوده اینا عوض کردن، حالا خلاصه توش گیر افتادیم، حالا از این ور شین داریم، هفت سین داریم، از اون ور چه میدونم، والا اونجا هم کارمون خراب. اینو یکی از دوستان فرستاده، نوشته هسته های نارنج، پرتقال و لابا لیمو و اینها رو به مدت 48 ساعت در آب خیس کنید، خیس دهید، و سپس در گلدان یا ظرفی که خاک سبک باغچه در آن ریخته ایم بکارید. اگر میخواهید این کار را انجام بدهید، باید از همین روزها شروع کنید تا برای سفره عیدتان نهالهای کوچک داشته باشید. عزیزان تو هر گروهی هستید بفرستید تا همه از این ایده استقبال کنند، ایده جالبیه، اینجور میلیون ها کیلو عدس و گندم هدر نمیره. اینم از این، ممنون از این دوستمون. ما به سهم خودمون با دوستان به اصطلاح شیر کردیم، نشون دادیم، در میون گذاشتیم. و اما دوستی میگفت که آقا این ماجرای فیسبوک و این اعدادی که شما میگید چجوریه که ما از اون طرف نمیبینیم؟ من براتون بگم، بذارید
فیسبوک رو بیارم، والا یه چیزی یاد بگیریم بهتر از اینه همش بیایم بحثای علکی و بیهوده، هیچ کدوم من نه همدیگر رو قبول داریم نه چیز. نگاه کنید دوست عزیز، بذارید من این کامرای دور روشن کنم و شما رو با سلام و صلوات بیارم اینجا. وقتی شما میایین اینجا، این صفحه ما رو به این صورت میبینید، درسته؟ بعد شما میایین پایین، این نوشته ها رو میبینید که مثلا سوربی یک ساعت قبل آمده نوشته برنامه زنده سوربی با مردم. تا همین الان که ما صحبت میکنیم 101 نفر آمدن این رو دیدن. حالا بهتون گفتم من نمیدونم فیسبوک منظورش از دیدن چیه، کسی اومده روش کلیک کرده، کسی چیزی نوشته، چون دوستان تو نوشتنم تنبل هستن، توی لایک زدنم تنبل هستن، ولی اونی که میخواد از یه جای دیگه سوء استفاده کنه، ما می‌نویسیم برنامه زنده سوربی با مردم، اون میاد می‌نویسه نمیدونم عروسی ننم فلان روزه، زیرش تبلیغ عروسی ننش میکنه. خب ببینید من این رو 5 ساعت قبل گذاشتم اینجا، بذارید بزرگتر بهتون نشون بدم. البته برای ایشون نوشتم، اون جوکه بود که میگفت از اینجا اینجوری به نظر میرسه، ماجراش اینه. ببینید 5 ساعت قبل به قول آمریکایی‌ها من اینو اینجا پست کردم، نصب کردم، نوشتم هپی پرزیدنت دی، یعنی اشتباه هم نوشتم، باید پرزیدنت روز ریاست جمهوری ها هرچی. بذارید من اینو براتون بیارم، نمیدونم یک کلیک که میکنیم فوری این میره روی ثانیه‌ای، اینجوری چشم شما رو اذیت. ببینید اینجا حالا میان پایین، اینو تو 5 ساعت 407 نفر رفتن دیدن، نوشته 407 people reached. حالا این reached view دیدن اینا رو من دیگه نمیدونم چیه. این مال هپی والنتاین، دیروز والنتاین بود که اتفاقا یکی از دوستان گفت آقا این والنتاین این همون بالام جان خودمونه، بالام جان والنتاین دوتا شکیه. ببینید ما این رو دیروز گذاشتیم ساعت 12:53، یعنی یک بعد از ظهر دیروز، تا الان 561 نفر اینو فیسبوک به ما میگه آمدن اینو دیدن. زیرش هم یکی از دوستان عزیز شیرازی نوشته کاکو سوربی عزیز، ما دوستت داریم، عاشقتیم، خیلی ممنون. ما هم نوشتیم مرسی. ماجرای لوئیس فراخان، آقای لوئیس فراخان میدونید که من اول برام فرستادن، دیدم نوشته فراخان، گفتم چرا غلط نوشته، فراخان باید مثل اون خواندن باشه. بعد دیدم بابا این لوئیس فراخان الان مثل که توی ایرانه، نوشته خبرگزاری تسنیم لوئیس فراخان انگلستان آمریکا، توی ایران عکسش هم هست اینا. 323 نفر رفتن دیدن این مقاله ای که یه ویدیویی بود راجع به اینکه 3 میلیارد نفر بعدن از لحاظ گرسنگی و از لحاظ سوء تغذیه و فلان اینها از بین میرن، 726 نفر رفتن دیدن. و اما مقاله‌ای که از خانم شایسته الهامی گذاشتیم، دو بار گذاشتیم، یکیش با ویدیو یکیش بی ویدیو، 212 نفر اینجا دیدن و این پایینی رو 237 نفر، حالا بگو حدود 450. اوکی؟ جالب اینجاست نه کسی لایک میزنه، نه کسی کامنت میذاره، نه کسی شیر میکنه. دلیلشو بهتون میگم، دلیلش تنبلی ما هست. شما اگه میخوای من برات آزمایش چیز میکنم، یه عکس قنبل یه خانمی رو میذارم که مثلا بی اندازه بزرگه، شما ببین چقدر لایک میزنن، چقدر شیر میکنن، چقدر برای همدیگه میفرستن. اینو ما کنترل نداریم و نمیتونیم کاری انجام بدیم. این ویدیویی که با آقای افشارها بودم نوشتم آیا زن با مرد برابر است، 473 نفر این رو رفتن اینجا دیدن. بعد بعضیا نوشتن بله، نوشته من هنوز برنامه شما رو تماشا نکردم، ساعتی دیگه به تماشاش میشینم و خوب گوش میکنم، اما با خوندن تیتر پاسخ من اینه که نه، هرگز در هیچ گوشه ای از جهان زن با مرد برابر نیست، همه جا همیشه مرد بر زن برتری داشته و قوی تر است. کلا مخملی و سبیل هم یکی از نشانه های آن است. فیلم های قلدری کلا مخملی ایرانی حال به همزن. سه نفر دیگه هم باز کامنت گذاشتن، یکی نوشته به نظر من شعار دادن مسئله، خود خانم شایسته الهامی
اینجا نوشته به نظر من شعار دادن مسئله را حل نمی کند، ولی حکومت ها انسانی عمل کنند و عدالت اجتماعی را در جامعه فراهم کنند، به افراد چه زن چه مرد بها داده می شود، از نظر علمی خود به خود حقوق افراد مساوی می شود. آن وقت است که زن با مرد نه از نظر ظاهر بلکه از نظر حقوق برابر می شوند. و دیدید دوستان، مثلا این پیدا نبود. ببینید بعد مثلا اینجا من می‌نویسم، کلیک میکنم، ویو. خیلی تریک داره توی این فیسبوک. حالا چیزی که من متوجه شدم، نگاه کنید، من میتونم بیام این بالا، یه جایی داره به ما اجازه میده که ما ببینید به صورت ویزیتور بیایم، یعنی اون چیزی رو که شما میبینید من بزنم اینجا. حالا وقتی من به صورت شما میام توی این فیسبوک، نگاه کنید دیگه عددا نیستن. ببینید دیگه نمی‌نویسه این یه ساعت پیش گذاشته شده چند نفر بوده، اینجا دیگه نمی‌نویسه این دیروز گذاشتی چند نفر بوده. شما اینجوری میبینید و این درست همون چیزیه که من گفتم، از اینجا اینجوری به نظر میرسه. حالا نمیدونم آیا به شما اونجا این امکانو میده که اگر خواستید شما هم مثل ما ببینید با اعداد و اینها. اینم مثل چی بگم، مثل مثلا کنتور آب و برقه که یه جایی هست، البته اینجا که تو خیابونه، ولی اون وقتا تو خونه بود، مثلا شما میتونستی ببینی چقدر برق مصرف شده و مأمور اداره برق که میومد اونجا. در صورت این چیزا مال فیسبوک هست و هر کسی مایل باشه میتونه ویدیوشو، مقالهشو، عکسشو، اعلامیهشو، فراخانشو، ننش میخواد شوهر کنه، باباش میخواد زن بگیره، اینها رو دوزکی نیارید بذارید زیر کامنتی که سوربی گفته آقا من امروز برنامه دارم. شما مثلا اونجا بنویسید من میام میبینم، یا بگو من وقت ندارم برنامه، یا اصلا چیزی نمیخواد بنویسید. این یه اعلامیه است. من منتظر روزی هستم که این فیسبوک عاقل بشه، مثل یوتیوب برید نگاه کنید، قشنگ میزنه میگه آقا من اینو گذاشتم شما ببینی، نگذاشتم شما نظر بدی. اونم نظرهای الکی بی سرته، یا نوشته که آقا نظر بده، خانم نظر بده، من نگاه میکنم، اگه در رابطه با این بود میذارم اونجا. یعنی میاد از یه فیلتری رد میشه. بریم این عاشقانه رو ببینیم و برگردیم. راستی شماها جمعه اگه توی این منطقه بودید، رفتید رستوران زفران گریل برای والنتاینز دی؟ چگونه بود؟ بنده کار ویدیویی داشتم نتونستم و امیدوارم تا هست از این برنامه ها بیشتر باشه. چندین برنامه الان که داریم به ایام عید نزدیک میشیم توی این منطقه و توی این شهر هست. هر کی دوست داشته باشه میتونه آگهیش به تلویزیون مردم بده و ما هم براتون پخش میکنیم. الان بریم با هم دیگه این عشق‌آباد، گفتم عاشقانه، این ویدیو رو ببینیم. این به اصطلاح تبلیغ رو برای نمایشی هست که روز یک شنبه 28م بله یک شنبه 28م فوریه در دانشگاه نووا، نوردن ویرجینیا کامیونیتی کالج. حالا من نمیدونم دانشگاه و کامیونیتی کالج و اینا رو ما تو زبان فارسی، از بس ماشاءالله ما دانشگاه زیاد داشتیم، کار چیز زیاد داشتیم، براش هنوز معنا و ترجمه خاصی نداریم. با هم این رو ببینیم برگردیم. ضمناً امروز قرار بود خانم شوره عاصمی اینجا باشه و احتمالاً با آقای تقی مختار. به دلیل همین که امروز تعطیل اینجا، گفتم بهتون از ایشون خواهش میکنم یه روز دیگه بیان. و چه جالب، ایشون هم گفت منم باید برم برای کار اون نمایش و به احتمال 99% چهارشنبه ایشون با ما خواهند بود. پس با هم بریم عشق‌آباد یه سری بزنیم و برگردیم. خونه یه اسمی داره، یه رسمی داره. اسم دیوونه خونه ما عشق‌آباده. آخ کوچه تنگ نسبتاً، عروس قشنگ نسبتاً. درش با
نابدترش بازی میکنه. البات دمت گرم داداش، خیلی سالاری در عقبو بزن، گریبودیاش پیادشن، اینگه هم مثل مگس ویز ویز نکنم. یه دختری که از خونه بابا و ننش فرار میکنه، هزار جون عیب روشه. توی دنیای خراب کسی کسی رو نمیکشه، کسی جفا نمیکنه، کسی ریا نمیکنه، حسادت خون به پا نمیکنه. اما تو دنیای آدما عروسه، عروس فول اتوماتیک، رای متالی، سرعت جت بوئینگ، تماشا کردنش سرقفلی داره. بلیط بخر، سیر تماشا کن. مجنون یعنی مجذوب. شما مجذوب خربازی خودتی، دستا خر خودتی. دموکراسی خربازی شما فاجعه است، فاجعه. خب دوستان، دیدید 3:30 بعد از ظهر روز یکشنبه 28 فوریه، امیدوارم شما را هم اونجا ببینیم و شاهد یک نمایش خوب باشیم توسط این دوستانی که مدت ها هست دارن زحمت میکشن. و اما اول نوشته آقای آریان پور رو میخونیم، بعد متن اون ایمیل که باعث شده ایشون پاسخ بده. ایشون این بالا نوشتن: فرض میکنیم همه اظهارات رضا شاه و کارهای مفیدش برای کشور انجام گرفت و ایران را از سقوط حتمی نجات داد، ولی او متاسفانه نتوانست به یک کار مهم و اساسی دست یابد و آن هم رسوخ به داخل دلهای 16 میلیون ملت ایران بود که در روزهای آخر شهریور 1320 حتی یک نفر از آن مردم و یاران نزدیکش از اون نخواستند که در کشورش باقی بماند. چرا ملت چنین کرد که او مجبور شد به تبعید خود رضایت دهد؟ اینجا البته ایشون انتخابی نداشت، یعنی اگه مردم هم آمده بودن و کاری کرده بودن، اون راضی هم نبود که رضایت بده. به نظر من این درست نیست که بگیم ایشون رضایت داد به تبعید خودش. هیچ کسی به تبعید خودش رضایت نمیده. اصلا کلمه تبعید یعنی کسی رو برخلاف میلش بفرستن به یه جایی. رضا شاه میگوید: هنگامی که من آمدم، میرزا کوچک خان در رشت با کمک روسیه جمهوری شوروی گیلان را راه انداخته و خود را رئیس جمهور نامیده و به نام خود تمر چاپ میکرد. این کار تجزیه طلبی و خیانت به ایران بوده است. در زمان مرکزی در مازندران مرکزی یا در مازندران مرکزی، امیر معید سوادکوهی قدرت داشت و تهران را تهدید میکرد. مازندران شرقی و بخشهای از شمال خراسان در دست دو طایفه ترکمن بود. شمال غربی خراسان در دشت سردار معزز بجنودی و ایلشادلو بود. آذربایجان شمالی نواحی هممرز با روسیه در دست اقبال السلطنه ماکویی بود. غرب ارومیه و کردستان در دست اسماعیل آقا سمیتقو بود که پرچم برای خود ساخته بود و شیعیان را قتل عام میکرد. آذربایجان در دست اشایر ایل بزرگ شاه‌سوت و همدان در دست اشایر کرد بود. در جنوب بلوچ‌ها خودگردان بودند. دوست محمد خان سرکرده بلوچ‌ها سکه به نام خودش میزد و چیزی نمانده بود. دیار رستم دستان نیز برای همیشه تجزیه شده به بلوچستان پا
به بلوچستان پاکستان بپیوندند. ایرانیان برای رفتن به استان مستقل خوزستان میبایست ویزا میگرفتند و حاکم آنجا شیخ خزعل زیر تحریک اعراب سالها بود به تهران مالیات نمیداد و خیال جداسازی خوزستان از ایران را داشت. ترکمنها راه‌های خراسان را غارت می‌کردند. مرکز ایران محل جولان یاغیان و لورهای شورشی بود. نایب حسین کاشی در کاشان از دولت مرکزی باج می‌گرفت و هر جنایتی بر مردم روا می‌داشت. رضاخان جوزدانی و جعفرقلی خان چرمیهنی در نجف آباد و لنجان اصفهان به راهزنی مشغول بودند. شمار کشور در دست روس‌ها بود و جنوب در دست انگلیس‌ها. انگلیس‌ها اسکناس ایران را چاپ می‌کردند و از دولت ایران حق توحش می‌گرفتند. تراخم و سوزاک و مالاریا نه در سطح خانواده که در ابعاد یک کشور بیداد میکرد. 95% مردم روستانشین یا عشایر بودند. من نمیدونم چه اشکالی داره مردم روستانشین یا عشایر باشن. آن اندک شهرهای من فرقی با روستا نداشت. 98% مردم سواد خواندن و نوشتن نداشت. راه و امنیت آرزوی دست یافتنی ایرانیان بود. مردم برای رفتن، خب اینجوری که شما میگید اصلا ایران پاریس بوده، فرانسه بوده، نمیدونم کجا بگم بوده یا شده. در دوره آقای رضا شاه، همه این اتفاقا افتاد، خوب شد. پس دیگه چرا این آقای محمد رضا پهلوی هم اینقدر منت سر ما میذاشت؟ در دوره دوتاشون خوب شد. پس چی بود بعد از 57 سال؟ به قول شما این همه آدم احمق داشتیم که بره دنبال خمینی. بیاین بشینید، همون که گفتم، تا اول بگو با کیان کیستی، پس آنگه بگویم که تو چیستی. شما بگید تا ما هم بگیم. آقای بهالو، شما ناراحتید از اینه که آقای سندرز آمده به مردم راجع به کودتای 28 مرداد میگه بابا ما نباید دخالت کنیم تو کشورها. میام یه رهبر ملی، یه انتخاب مردم رو میندازیم، با پول میریم شعبون بیمخ و فاحشه ها رو میریزیم تو خیابون، شاه رو از ایتالیا و نمیدونم فلانجا برمیگردونیم، بعد این پاپت ما میشه، بعد مردم عصبانی میشن. 52 تا 57، 25 سال بعد نتیجهش رو دیدیم. این میگه نکنیم این کارو. و حالا شما طرفدار کی هستید آقای بهالو؟ طرفدار ترامپ هستید؟ طرفدار خانم هیلری کلینتون هستید؟ چرا برای اونی که طرفدارش هستی نمیری تبلیغ کنی؟ چرا وقتتو میذاری برای سندرز نامه بنویسی؟ آیا شما میخواین سندرز رو در سن 74 سالگی عوض کنید؟ اینم از این ماجرا. و اما والنتاین چیست؟ خب میدونید که دیروز اینجا 14 فوریه روز والنتاین بوده و این رو هم یه دوستی داریم ما به نام اقبال کاکبرای، که نمیدونم چون این اسمشو با انگلیسی می‌نویسه و نمیدونم این اسم کردیه کجاییه، به احتمال زیاد کردی هست. این رو براتون بخونم اگر اینجا شما ببینید و اقلا میدونید مستنده دیگه. بله، والنتاین چیست؟ در قرن سوم میلادی که مطابق می شود با اوایل امپراتوری ساسانی در ایران، در روم باستان فرمانروایی بوده است به نام کلادیوس دوم. کلادیوس عقاید عجیبی داشت، از جمله این که سربازی خوب خواهد جنگید که مجرد باشد. درست مثل آقای رجبی، اونم همین عقیده رو داشت، گفت زنها شوهراشون طلاق بدن، شوهرها زناشون طلاق بدن، مجرد بشن، بیان بشن سرباز خوب. حالا یه مش سرباز پیره از کار افتاده، بدبخت موندن اونجا که زن و بچه هم ندارن. از این رو ازدواج را برای سربازان امپراتوری روم قدغن میکنند. کلادیوس به قدری بیرحم و فرمانش به اندازه‌ای قاطع بود که هیچ کس جرأت کمک به ازدواج سربازان نداشت. اما کشیشی به نام والنتیوس، که تو پرانتز نوشتن والنتاین، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری میکرد. کلادیوس دوم از این جریان خبردار میشود و دستور میدهد که والنتاین را به زندان بیندازند. سرانجام این کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق با قلبی عاشق اعدام میشود.
بنابراین او را به عنوان فدایی و شهید راه عشق می دانند و از آن زمان نهاد و سمبولی می شود برای عشق. اما متاسفانه و با کمال تعجب ایرانیان امروز با بیش از 4500 سال تمدن برگزاری جشن‌ها و مناسبت‌های بیگانه را نشانه تمدن و فخر می‌دانند. همه اسم والنتاین را شنیدند، مراسم آن را مانند سایر بیگانگان به جا می‌آورند، ولی تا به حال اسم سپندار مزگان به گوششان هم نخورده است. سپندار مزگان چیست؟ در ایران باستان نه چون رومیان از 3 قرن پس از میلاد که از 20 قرن پیش از میلاد، یعنی حدوداً 2000 سال پیش از تولد والنتاین، میان آریایان روزی موسوم به روز عشق سپندارمگان مزگان یا اسفندار مزگان بوده است. این روز در تقویم زرتشتی مصادف است با پنجم اسفند ماه و در تقویم جدید ایرانی که 6 ماه اول سال 31 روز حساب می شود 6 روز به جلو آمده و دقیقا مصادف می شود با 29 بهمن، یعنی 4 روز پس از روز والنتاین فرنگی. زرتشتیان جشن سپندار مز یا سپندار مزگان، روز زن و روز زمین را هر ساله در پنجم اسفند ماه برگزار می کنند. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچ خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. خب آقای اقبال عزیز، حالا بذار ما یه چیزی به شما بگیم. چه عیبی داره من عقب افتاده و دیگر عقب افتاده ها این والنتاین را جشن بگیریم، بعد شما هم تبلیغ کنی؟ این هم که خوبه، دوتاش که یه روز هم نیست که اشتباه بشه، 4 روز دیگه، 5 الان میشه 3 روز دیگه، بیام اون یکی هم جشن بگیریم. ولی من از شما میپرسم، در زمان 57 سال حکومت پادشاهی پهلوی آیا همچین چیزی تو تقویم بود؟ شما همچین جشنی گرفتی؟ روز زن، روز مادر، روز فلان؟ به ما بگو کی بود. اگه روز مادر بود به مناسبت چی بود؟ به اسم کی کرده بودنش روز مادر؟ بیان جلو صحبت کنید. خب و اما ببینیم که آقای افشارها میگه که اگر وقت هست و مقتضی تشخیص میدهید نامه یا نامه های زیر را قرائت فرمایید. جناب افشارها با سلام، با تشکر از محبت های شما، چنانچه مقالاتی در مورد علل سقوط شاه مرقوم فرموده اید برای این حقیر ایمیل فرمایید. فوق العاده تشکر میکنم. ارادتمند علی. جناب آقای علی خان، با عرض سلام، یکی از ریاضیدانان معروف. خب این ایمیل های شما به اون هست، ایمیل اون به شما هست. ممنونم، برای خودم میخونم، ولی خیلی خسته کننده میشه من اگر ایمیل شما رو بعد از برنامه شما یه نفر با شما تماس گرفت، شما با اون تماس گرفت، یکی دیگه با شما تماس گرفت، شما با اون تماس گرفتین، من بیام برنامه خودم رو بذارم برای این ایمیل ها. به نظر من شما میتونید از همین ایمیل ها برای برنامه های آینده بیشتر و بهتر صحبت کنید و به اصطلاح با بینندگانتون در تماس باشید. بازم ممنونم از آقای افشارا که هر وقت حالا مهمون برنامه ما بودن، من خودم به شخصه یه چیزی جدید یاد گرفتم. دوستان شما هم دست از تنبلی بردارید. اگر یه کسی میاد حرفی میزنه، برنامه‌ای داره، بعد شما با کلامی، با ایمیلی، با نمیدونم والا چی بگم، یه تشکر خشک و خالی که دیگه آدم نمیمیره. و اما سالگرد درگذشت دریادار دکتر احمد مدنی، دبیر کل جبهه ملی ایران در خارج کشور، من این افتخار داشتم ایشون رو 2 بار یا 3 بار دیدم و ایشون هم خیلی من لطف داشت. اولا که ایشون کرمانی بود یا کرمونی بود، ما شیرازی لهجه ها نزدیک. دوما خیلی آدم آزادمنشی بود، همیشه من میگو که همه این جرأت و شهامت شما رو ندارن و خیلی دل میخواد. من بهش میگفتم که نه، شاید همه این بیکله و بیمغزی من رو ندارن و گاهی وقتا لازم نیست شما دل داشته باشی، تا شجاع باشی باید بیمغز باشی. در صورت ساعت 3:20 است به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا 12:20 به وقت کالیفرنیا،
غرب آمریکا. و اما این متن نیست که یکی از روزنامه ها را به خاطر چاپ آن تعطیل کردند. این رو مشتبه برامون فرستاده، ممنونم. مشتبه ایران هست، میگه که خر جانوری است که نامش بدون شرحی یک بار در اوستا. آها بذارید براتون اینو چیز کنم، اجازه بدید ببینم اینجوری من میتونم این رو به شما هم نشون بدم که ببینید اگه من یه وقت اشتباه میخونم شما اقلا خودتون برای خودتون صحیحش رو بدونید چی هست. ببینیم اینجا اوکی. درست شد. خر جانوری است که نامش بدون شر یک بار در اوستا آمده است. طول عمر خر بین 15 تا 40 سال است. خر در قرآن یک بار برای زنده شدن پس از مرگ و یک بار برای آن انکرال اسوات بودنش یعنی صدای بلندش و یک بار هم برای عالمان بی عمل، کسی که علم دارد و عمل به علمش نمی کند، مانند خریست که بارش کتاب باشد به کار رفته است. یادتونه بعض وقتا میگن فلانی چیزی بارش نیست، اونم میگن از این ضرب المثل میاد که چیزی بارش هست یا چیزی بارش نیست. البته بعضی هم میگن که فلانی دلش خوشه که مثلا اینقدر کتاب خونده، ولی مثل این میمونه که اینقدر کتاب بار یک الاغ یا یک خر باشه. در هر صورت این نوشته ها و ضرب المثل ها بعضی وقتا خیلی درست نیست. بله، میگه که در پژوهش های دانشمندان باهوشترین حیوان خانگی است خر، حتی از سگ و گربه خیلی باهوشتر است. داستان من نمیدونم این داستان شگال خرسوار در مرزبان نامه هم آمده است. برخلاف باور رایج خر نیست، باهوش است. هیچگاه یک اشتباه را دوبار تکرار نمی کند. هیچگاه پایش دوبار توی یک گود نمی رود. تنها یک بار که از خانه صاحبش رفت صحرا برگشت راه را یاد می گیرد. به قول یکی از اساتید گاو از خر خرتر است، چون گاو نان را با سفره پلاستیکیش می خورد و می میرد، ولی خر نمی خورد. تنها مشکلی که خر دارد اگر فرستادیش بالای بام دیگر پایین نمی آید تا خود و اهل خانه را هلاک کنند. این نکته مهمی است. البته این مشکل خر نیست، مشکل آن خر یا خرانی است که خر را بالا نشاندند. در شعر نیز کاربرد زیادی داشته است. بهترین کاربرد اجتماعی آن در شعر نسیم شمال، لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. و در شعر منصوب به خیام، خر باش که این جماعت از فرط خری، هر کو نخر است کافرش پندارند. و در شعر بهار، تا خرند این قوم رندان خرسواری می کنند، وین خران در زیر ایشان آهوزاری می کنند. لکن رندان مذکور مردم را به دو گروه خر تقسیم می کنند. مقلدانی که سواری خوب می‌دهند گویند پالانشان راست است، و هوشمندانی را که سواری نمی‌دهند می‌گویند پالانشان کج است، و اگر پالانت کج باشد باید از بین بروی. این بود اندر حکایت خر در اروپا و آمریکا. هر کسی سن و سالش میره بالای 70-80 میبرنش خانه سالمندان که با توجه به فرسودگی سلول‌های مغزی و بدنی ازش مراقبت ویژه‌ای بکنن. در ایران تازه میبرند شورای نگهبان مجلس خبرگان که برای مردم تصمیم بگیرن. جوکی که باید به جای خندیدن بهش گریه کرد. حالا نمیدونم واقعا این توی مجله نوشته شده و اینها، ولی بالای این نوشته بود این چیزی بوده، مقاله‌ای بوده که باعث شده روزنامه تعطیل بشه. و اما آقای ناصر پاکنژاد، من با ایشون یکی یا دو بار مصاحبه کردم، میتونم بگم ایشون هم جزو دوستانی هست که دوست داره مفتخوری رو ادامه بده.
با درود، چرا همبستگی میان اپوزیسیون مخالف رژیم شکل نمیگیرد و راه حل چیست؟ گفتگوی من به اتفاق جناب دکتر حسین لاجوردی با جناب شهرام خلعتبری توجه شما گرامی را به این گفتگو جلب میکنم. با احترام پاک نژاد. من بارها به ایشون و دیگران گفتم میتونید بیان از تلویزیون مردم استفاده کنید، خودشون و دوستانشون چون میخوان مفتخوری کنن، من اینجا مفتی به قول معروف بذار بگن پالونش کج سربی، ولی من به اینها چیز نمیدم، چی میدم، نمیذارم ازم سوء استفاده کنن و مجانی بیان وقت برنامه و وقت شما رو بگیرن. اگه میخوان حرفی بزنن باید پول بدن، برنامه بگیرن، هزینهش رو پرداخت کنن تا بتونن با شماها باشن. و اما میدونید که اینجا یک دادگاه هست به نام سوپریم کورت، همون دیگه از اون بالاتر نداریم. میگه مرگ قاضی دادگاه عالی آمریکا اکثریت محافظه‌کار این دادگاه. میدونید که این چون زنده بود، یعنی تا زنده بود محافظه‌کاران تعدادشون به لیبرالا توی این دادگاه 5-4 بود و خیلی مشکل بود برای اوباما یا برای اونایی که مثل اوباما فکر کنن، ولی حالا که این فوت شده میگن 4-4. چون حتی اگه اوباما بخواد یک کسی رو انتخاب کنه تا بخوان اینا رأی بهش بدن و صلاحیتش رو قبول کنن و اینها، دیگه دوره اوباما تموم میشه و از حالا خودشون آماده کردن که هر کسی رو به اصطلاح اوباما بیاره اینها قبول نکنن. و اما مدعی برای اشرف پهلوی یا چراغ سبز به سلطنت طلبان منفور، این رو سیاه‌کل یک نشریه هست که ارگان پیام فدایان هست، ارگان چریکای فدایی خلق، نوشته نادر ثانی. بذارید ببینیم آقای نادر ثانی درباره این چراغ سبز و رضا پهلوی و عمه ایشون اشرف چی نوشته. و من نمیدونم، یعنی آقای رضا پهلوی نباید چراغ سبز بده به سلطنت طلبا؟ خب باید چراغ سبز به شما بده. نادر ثانی نوشته مدعی برای اشرف پهلوی یا چراغ سبز به سلطنت طلبان منفور. روز 17 دی ماه 1394 اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمد رضا پهلوی و به همین دلیل متولد 4 آبان ماه 1298 در سن 96 سالگی در منطقه مونت کارلو در شازدنشین موناکو درگذشت. اشرف پهلوی از جمله افرادی است که نقش مهمی در حیات سیاسی و اجتماعی ایران در تمامی سالهای حکومت پهلوی دوم ایفا کرده و از این رو همان گونه که انتظار می‌رفت پس از مرگ او نوشته‌هایی چند در مورد او منتشر شدند. برخی از این انتشارات با دلایلی بسیار مشخص با جانبداری از او نوشته شده بودند. از جمله رضا پهلوی در اطلاعیه‌ای در این مورد اینگونه آورده است: از درگذشت عمه عزیزم شاه دخت اشرف پهلوی بسیار متأثر و متعلم شدم. خاطرات بسیاری از دوران کودکی تا به امروز از ایشان برایم به یادگار مانده است، به ویژه دلنگرانی‌هایش برای از دست رفتن جایگاه ایران پس از انقلاب اسلامی و نور و امیدی که همیشه در قلبش برای آزادی و سربلندی ایران داشت. ایشان با قلبی آکنده از مهر به وطن در راستای بهبود زندگی اجتماعی مردم و پیشبرد حقوق زنان، رفاه اجتماعی و مبارزه با بیسوادی در ایران و در عرصه بین المللی تلاش‌های چشمگیری کرد. وی تا آخرین لحظه‌های عمر خیش به ایران می‌اندیشید و با امید به آزادی وطن چشم از جهان فرو بست. روانش شاد و خاطره چهره مهربانش برایم همیشه ماندگار میماند. به راستی آیا انتظار دیگری از رضا پهلوی در رابطه با مرگ به قول ایشان عمه عزیزشان میرفت؟ آیا کسی انتظار داشت که رضا پهلوی آن هم در چنین مناسبتی از آنچه که عمه عزیز ایشان به راستی در دوران حکومت برادرش بر سر ایران و ایرانی آورد تا خواسته های خود و اربابانش سرمایه‌داری جهانی را به بهترین شکل برآورد یا برآورد به انجام رساند سخنی به زبان براند؟
اما واکنش دیگری که آن هم غیر منتظره نبود از جانب برخی اصلاح طلبان، طیف‌های دور و نزدیک سلطنت طلبان در اینجا و آنجا شکلی مضحک و مفتضحانه به خود گرفت که نیاز بیشتری به مطالعه و نگاهی دوباره دارد. در اینجا من بران هستم که به یکی از این نوشته ها بپردازم. نوشته ای که در اینجا مورد بازبینی قرار می گیرد نوشته ایست که با امضای مهرنگیز کار و تحت عنوان اشرف پهلوی زنی که قدرت رهبریش را به سخره گرفتن یا سخره گرفتن، سخره مسخره کردن، سخره میشه کوه اینه، در اینجا و آنجا درد شده است. نوشته مهرنگیز کار تاریخ جمعه 18 دیماه 1394 فردای روز مرگ اشرف پهلوی را بر خود دارد و من در نگاه به آن در چند مورد به آنچه در آن آمده است میپردازم. خب بابا پس اون وقت حالا نامه رضا پهلوی بی خود کردی تو مغز ما. شما باید نامه مهرنگیز کار رو در رابطه با اون میگفتی. دوستان ببینید این نویسنده ها مهم نیست کمونیست باشن، چپگرا باشن، فدایی باشن، همشون عادت کردن انشای دو صفحه‌ای بنویسن. یک صفحه مزخرفات، صفحه دوم هم خسته میشن دیگه، اون یادشون میره موضوع انشا چی بوده. مهرنگیز کار در نوشته خود از جمله نوشته است: اطمینان ندارم که در سالهای پیش از ابتلا به آلزایمر کسی را به حریم خود راه داده باشد تا دست کم بیشتر از خود بگوید و از تاریخی که سرنوشت او را به سرنوشت ایران معاصر گره زده پرده برگیرد. البته نگارش تاریخی درباره این زن هنوز دیر نیست، فقط امید به این که تاریخ نویس‌های علاقمند به پیش داوری‌های رایج وارد این حوزه نشوند. امید به این که تاریخ نویس های علاقمند به پیش داوری های رایج وارد این حوزه نشود اندک است. به رغم پیش داوری و در واقع داوری جانبدارانه و پوشیده مهرنگیز کار راجع به اشرف پهلوی، واقعیت این است که اشرف پهلوی بیش از آن که مبتلا به فراموشی آلزایمر شود چندین بار بیشتر از خود گفته است. اولا اشرف پهلوی خاطرات خود را در سال 1359 مطابق با 1980 در کتابی با عنوان چهره‌هایی در یک آینه نخستین بار به زبان انگلیسی در ایالات متحده آمریکا منتشر کرد. این کتاب در دو ترجمه و بدون شک با دست بردن در اینجا و آنجای کتاب در جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است، یکی با ترجمه هرمز عبداللهی و تحت عنوان چهره‌هایی در یک آینه و دیگری با مقدمه محمود طلوعی و تحت عنوان من و برادرم. البته احتمال اینکه ترجمه و یا ترجمه‌های معتبرتری از این کتاب در اروپا و یا آمریکا به چاپ رسیده باشند کم نیست. دوما در سال 1981 کتابی از اشرف پهلوی به زبان فرانسه تحت عنوان تسلیم هرگز منتشر شد. سوما در سال خب حالا من نمیفهمم چی حالا شما میخواید چی بگی؟ آقا خانم مهرنگیز کار لابد به خاطر مثلا آزادی زنان روز 17 دی فلان اینها یه علاقه خاصی به ایشون داره، اون رو بیار ببین چی نوشته. حالا شما دارید به رخ اون میرسونی که اگه شما ندیدی من کتابشو دیدم و خوندم، خب حالا good for you، میخوای چی کار کنی؟ و اما نقش زنان اصلاح طلب، اینی که من براتون خوندم یک سوم مقاله هم نبود. دوستان ببینید ما اینجا چه میکشیم. آقای خسرو بهرامی که ایمیلت افتاده دست سازگارا و گنجی ناراحت شدی که دوتا ایمیل برات میفرستن، من اینجا روزی 100 تا 200 تا ایمیل برام میاد، یه سریشون بلاک کردم یه سریشون میفرستن تو آشغال، ولی بازم اینا رو میخونم، نگاه میکنم، خیلی سریع یاد گرفتم بخونم. میدونید که یه مدلایی هست به شما یاد میدن که چجوری به جای یک کلمه جمله بخونی، بعد به جای یک جمله پاراگراف رو مثل عکس نگاه کنی، یعنی مثل تلویزیون که نگاه میکنی. اینا روش سریع خواندنه، کاری هم نداره، روی یوتیوب میتونید یاد بگیرید، کلاس هم میتونید برید یاد بگیرید. مثل همون که تو دادگاه ها بعضی ها هست شورت مینویسن، مثلا قاضی میگه متهم را باید به آنجا ببره، این دو تا کلمه مینویسه قد دو تا جمله. اینم همونه. در صورت نقش زنان اصلاح طلب در گرم کردن تنور
تنور انتخابات، سارا نیکو نقش زنان اصلاح طلب در گرم کردن تنور انتخابات. این نوشتن باز روشش که تیتر رو قرمز می نویسن، حروف الف، نوع الفبایی که استفاده میکنن، فکر کنم باز مال دوستان فدایی است. دوستان فدایی هم اگه خواستید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بیان بگید شما فدایی کی هستید، فدایی کدوم خلقی، آیا این خلقی که شما فداییش هستید باور دارید خلقیه که میفهمه نمیفهمه، خلقی که سواد نداره، خلقی که کارگره، شما میخوان یه کارگر بی سواد بیاد نمایندتون بشه. این رو من دوست دارم. این آقای سعید صالحی نیا، ولی یه کمی میترسه بیاد با ما صحبت کنه و نمیدونم چی بگیم. من واقعا میخوام از اینا، از اون آقای سیامک ستوده اینا سوال کنم آقا دولت ایدئال شما، حکومت ایدئال شما مثل کدام کشور؟ مثل روسیه است که بعد از 70 سال تیکه پاره شد و به اون افتضاح، و الان هم میبینید که چجوری آقای پاپ میره توش، چجوری کلیساها دارن میرن. کدام کشوره؟ یا هیچ کشوری هنوز نتونسته این کار رو انجام بده و شما میخواین تازه گل سرسبد اولین باشین و میخواین یه چرخ قشنگی رو اختراع کنید. این چرخی که درست کردن دایره هست فایده نداره، شما میخواین یه چرخی درست کنید که چارگوش باشه، ای طلاق 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 اینجوری بره جلو. ساعت 3:35 است، بازم براتون بخونم، بذارید نیاکو بهتون نشون بدم. یه برنامه دارن در نیویورک، اگر در نیویورک هستید و با اینها هم عقیده هستید، طرفدار دیپلماسی هستید و طرفدار جنگ و کشت و کشتار نیستید، اگر باور دارید که با جنگ و گرفتن کشورها نمیشه دموکراسی رو به اونجاها برد، برید و از اینها حمایت کنید. بالاش هم نوشته که ما با هم together we will defeat visa discrimination، میگه ما با هم این تبعیض ویزا رو میتونیم شکست بدیم. و گویا این آقای کانگرسمن دن کیلدی، اینم میاد اونجا و سدده فبروری 27، یعنی شنبه 27، شنبه 27 از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در هاروارد کلاب از نیویورک، آدرسش هم هست، خیابونای اونجا میدونید میگه 35 وست 44 استریت هم چیزی نیویورک، نیویورک، برید اونجا. و اونایی هم که صحبت میکنن اونجا اینها هستن. من بله، آقای عبدی میشناسیمش، باهاش مصاحبه کردیم، آقای تریتا پارسی میشناسیمش. این آقا راجع به زبان فارسی اینها چندین ویدیو داره، من دیدم خیلی کارش قشنگه. و این آقا نماینده مجلس هست، کانگرسمن از دموکرات و از میشیگان هست. اگرم خواستید برید اونجا اینها رو ببینید. بازم میخواین چیزای دیگه بهتون نشون بدم یا رخت بربندیم و تا ملک سلیمان ببریم؟ خب نامه آقای مصطفی زاده رو خوندم، نامه آقای بهالو رو یه مقدارش خوندم، امیدوارم که ایشون بیاد صحبت کنه. پیام آقای منوچهر خان رو اجازه بدید جام صحبی من ادامه میدم، البته اینو فقط به خاطر این که خدمتی کرده باشم. ممنونم. با وجودی که ایشون نگفته بود پیام من رو پخش کن یا نکن، چون قبلا به من گفته بود من پیام رو نمیخواد پخش کنی، پخش نکردم، ولی ازتون تشکر کردم. قبلا در اول برنامه راجع به چشم من گفتید، راجع به چشم دیگران گفتید. دوستان من در یکی از برنامه‌هام گفتم شما مثلا گاهی وقتی که اینجوری میشینید نگاه میکنید، حالا یا تو آسمون یا توی اتاق، یه چیزایی میبینید اینجوری میره، بعضی هاشون حتی مثل این اسبای دریایی کوچولو اینجوری اینجوری میرن. آقای منوچهر خان عزیز یک ورزشی رو، یک نرمشی رو برای چشم گفتن که امیدوارم من درست اینو فهمیده باشم. ایشون میگه که نگاه کنید به روبرو، بعد بدون اینکه چشمتون رو بالا و پایین کنید، سرتون رو ببرید پایین، بیارید بالا، ببرید راست، ببرید چپ، و این کار رو چندین بار، 10 بار مثلا، روزی 2-3 بار 10 مرتبه انجام بدید، این مشکل برطرف میشه. و ایشون گفت که توی ایرانی بهش میگن مگسک. مگسک میدونید مال تفنگ هم بود دیگه، نه برای نشان روی اینها میرفته. بعد میگه که توی انگلیسی بهش میگن
floaters I یا I floaters، یعنی floating یعنی چیزایی که مثل رو آب که یه کسی مثلا یه چیزی میفته رو آب وای میسه، floating چی بهش میگن؟ در هر صورت اگه انگلیسی میدونید، اگه نه مگه سر میگن که توی چشم پروتئین بعضی وقتا ذخیره میشه یه جایی، حالا چرا نمیدونم، برای مثلا چشمون ثابته هی باید بچرخه و اینها نکردیم، ولی یادتون باشه یک چیزی هست مثل که یک قسمت چشم، نمیدونم قرنیه چشم چی، جدا میشه. امیدوارم یه دکتر متخصص چشمی، یه دکتری چیزی بیاد در این مورد صحبت کنه. متاسفانه میگم جامعه ایرانی و این برنامه‌های تلویزیون اینها یک کاری کردیم، اونایی هم که سرشون به تنشون میارزه، دوست دارن از وقت خودشون، از جیب خودشون، از عمر خودشون مایه بذارن، باز اونا رو هم ما دلسرد میکنیم. همینجا جا داره من از اونایی که دلسرد نشدن ادامه میدن تشکر کنم و امیدوار باشم جامعه ما به یه جایی برسه که قدر اینها رو بدونه. یه چند تایی دیگه براتون ببینیم. این دوستون بفرمایید. سوربی هستم. سلام عرض میکنم. سلام آقای خزایی. تلفن شما خوبه؟ ببین تلویزیون تو صداش کم کن عزیزم. بله چشم. این بعد کامپیوتر خراب شده، ما هم داریم از چیز گوش میکنیم، از تلفن خونه شماره تلفن اونجا رو گرفتیم. بله بله. و برحال ببخشید، میگه من گفتم از شما هر آش آقای افشاره هم گفتم در رابطه با حسن حسین و خود طلایی آشی عزیز. حالتون خوبی که انشالله؟ الحمدلله. خسته نباشید. مرسی. جناب سوری، اول که من یه نظری داشتم به عنوان که هنوز برنامه‌ام شروع نکردم، ولی اینو خب حق خودم نمیدونم که زیاد مزاحم بشم، با وجود که بعضیا که برنامه دارن بازم گفته بودید قبلا که تو برنامه‌های دیگه خیلی چیز نکنن. در رابطه با آقای افشارها میتونستم یه نظری بدم خدمتتون؟ حتما. شما وقتی بیننده یه برنامه هستی، حتی اگه برنامه هم داشته باشی، یه حقی به عنوان بیننده اون برنامه داری، میتونی بیای نظر بدی. به هر حال آقای گفتن در مورد عدم نقد فالوورها، ما خواستیم ببینیم آیا داعشی ها که 4000 نفر رو به طور فجیع توی چند مدت گذشته تو عراق و سوریه اعدام کردن، اینا فالوور هستن، مریدن، مرادن، اینو معین کنن. یعنی ما فقط نمیتونیم بگیم که چیه عنوان که یه نفر یه عده گروهی فالوور هستن، هیچی بهشون نگید، کار خودشون بکنن. نه وایسا وایسا، تا بیشتر این اشتباه رو ادامه ندادی من همینجا نگهت دارم. ایشون نگفت عدم نقد، یعنی نه انتقاد نکنی، ایشون گفت توهین نکنه، فحاشی نکنه. آفرین. اصلا کلمه فحش هم، همین کلمه فحش هم من نباید میگفتم، بددهنی. یعنی ایشون میگه آقا توهین فحاشی نکنید به اونایی که دنبال روی دینی یه مذهبی چیزی هستن. شما میتونی بیای انتقاد کنی، انتقاد حق هر کسی هست، ولی فحاشی که میکنی، میگه حتی از لحاظ قانونی، جنبه قانونی مشکل داره. من بهتون گفتم چند مدت پیش یه آقای مجاهدی رو ما بردیم دادگاه، من تازه فکر میکردم به مردم میگفتم آقا خانم بیاین رو ایر، بیاین تلفن بزنید به هر کسی میخواین فحش بدید، ولی تهدید نکنید. قانونا میتونی فحش بدی، تهدید نمیتونی بکنی. اون آقای دادستان گو قانونا روی پابلیک ایر حتی نمیتونن فحاشی کنن. و دیگه چه خاصی به تهدید؟ بفرمایید. حالا مسئله دوم، خب ببین این خیلی خوبه، وایسا من اینو بنویسم. این شما باید این ایمیل تو را بندازی با آقای والله، همون ما هم تو همین ایمیل گیر کردیم کامپیوتر هم، چون ایمیل نتونستیم اون پسورد اینایی داشتیم دو تا سال پیش، باید دو همین روزا رو برداشتیم. یه جدید درست کن، اونا رو ول کن، یه جدید درست کن. با وقتون نمیشه، ما چقدر گرفتاری نداری بگیم بابا آقای سوروی درست میگه، اگه بیکار هستید ما اینقد کار نوشتیم سر برای بازم که نتونستیم دل بکنیم از برنامه شما گوش کنیم، و حتی اگر با تلفن وقت تلفن به هر حال. چشم. مسئله برابری قدرت زن و مرد جناب سوری، مسئله قدرت بدنی و فکری نا نیست. به رسمیت شناختن زن به عنوان یک انسان. بله. به قولن شما گفتید یک کسی مامور آتش نشانیه،
ولی یه زن یه بچه رو 7-8 پوند 3 پوند 4 پوند 9 ماه بدن خودش هم نکنه و بینید اون چه استقامتی داره، بار شیشه. بله. و مسئله به رسمیت شناختن حقوقشون هست، چه برای به عنوان شهادت، چه برای عنوان ارث و چه چیز. و یکی دیگه مسئله غیرت که فرموندن آقای چیز، هر چیزی زیادش بده. توی پاکستان سالانه صدها شاید هزاران قتل ناموسی داریم. یعنی غیرت که زیاد میشه اونجا چی میشه؟ باعث قتل شده. بعدم مسئله تحصیلات اجباری رو من قبول دارم باید باشه، کلاس شدن تحصیلات کار خوبی بوده به هر حال و با یه گل هم بهار نمیشه. یعنی این طور نیست که حالا ما چون چند تو انگشت نما افرادی داشتنیم که اینا توی اون محیط علامه شدن، این دلیل نمیشه که سطح جامعه چیه؟ بی‌سواد باشه. بله. و اگر چیز بود آخرش هم بگم، این تیشرتی که فرمودید چه بسای عمدی بوده و خوب بوده، چون اولین کسانی که اون حادثه نیویورک رو محکوم کردن کی بودن؟ میدونید؟ نه. I love New York. خب خیلی ممنون. اینجا رو نگرف. این اولین گروه های کشوری که اون حادثه نیویورک و نینونون رو چه کار کردن؟ محکوم کردن، ایرانی ها بودن. بسیار ممنون. شاید... آقای خزایی، من توی صحبتات شماره تلفن آقای افشارها و ایمیلش رو روی صفحه گذاشتم. حالا چون ایمیل خرابه، من شماره تلفنش یه بار میگم. به نظر من شما همینا رو به عنوان 3 تا سوال از ایشون بپرسید تا ایشون اینا رو به عنوان تاپیک در برنامه جمعه آینده عنوان کنه. شماره تلفنش هست 905 937 51 58 فعلا که ایمیل نداری، بعدن ایمیل بهت میدم. بله، ممنون از وقتی که دادید و تلفنی که جواب دادید. متشکرم، روز خوبی داشته باشید. بازم ممنون. خدا نگهدارت و با امید دیدم. مرسی. خواهش می‌کنم. خب دوستان عزیز، با آقای خزایی بودیم که میخواد یه برنامه‌ای رو درست کنه به نام اسوم. این کلمه اسوم حقیقیش هست حسوم. برید توی فرهنگ ده خدا نگاه کنید، اونجا هست. کفگیر رو شیرازی ها میگن حسوم، ترشباله رو صافی رو میگن ترشباله، همون تراوش پیاله است. اون رو راجبش میدونم چرا میگن، چون یه پیاله ای هست که سوراخ تراوش میکنه ازش. صافی چیه؟ ما چیزی رو صاف نمیکنیم که. در هر صورت اون حسوم رو هم باید نگاه کنم، یا اگه کسی لطف کرد نگاه کرد برای من بفرسته. و در رابطه با این ماجرای آیا ما باید به عقاید همه احترام بذاریم و اینها، سوال بسیار خوبیه. مثلا به اون کسی که باور داره اگر شما رفتی تو خیابون اون حق داره بیاد شما رو نمیدونم امر به معروف کنه و نهی از منکر کنه، آیا به اونم، بعضی ها میگن منکر، بله منکر شد انکار میکنه، نهی از منکر نشه، اونم حق داره یا باید بهش احترام بذاریم یا چی؟ اینا بحثایی که افرادی مثل آقای جاوید شهافر، مثل آقای کاظم افشارها، اینا باید بیان این بحث و گفتگوها بشه و من و شما دربارش فکر کنیم، از خودمون سوال کنیم که کدومش درسته، چه کار کنیم. الان توی آمریکا میگه از مسلمانهای آمریکا یه نظرخواهی کردن، البته اینا میدونن وقتی میخوان نظرخواهی کنن کجا برن که چه نتیجه‌ای بده، و گویا 60% مسلمونا، البته اینا میدونی وقتی میرن مثلا از 1000 نفر مسلمون میپرسه، بعد میگه 60% مسلمون ها، درست هم توضیح نمیده که بابا 60% این 1000 تا تازه ماکسیمومش میشه 600 تا. حالا تو 1 بیلیارد و نمیدونم 1 بیلیون و تقریبا نزدیک 2 بیلیون، ببین این چقدر میشه. باور دارن میگن تو آمریکا حتی باید اون شریعه اسلام یا اون حکومت شریعت نمیدونم فلان جاری بشه. و باز میگم بعضی از آمریکایی‌ها هستن، اینایی که دینشون این دین چی هست، میگه که چند تا زن میگیرن و یوتا و اینها، مرمن ها که پیغمبر خودشونو داره، پیغمبر خودشون 200 سال هم نیست که اومده و اینها، اونا هم یه چیزای دیگه باور دارن. آیا اینا باید اجازه داشته باشن یا نه؟ و خود این موزل بزرگ مشکل بزرگیه، ولی تاپیک خوبیه. خود شما یه روز 5 دقیقه 10 دقیقه درباره این صحبت کن، بگو من بعد از
مطالعه، بعد از وقت گذاشتن. مطالعه لازم نیست بریم تو کتابخونه ها کلمونو بزنیم به کتاب، شما میتونی بشینی فکر کنی. من بعد از فکر کردن باورم بر اینه که آقا این اگه عقیده‌ای داره تو خونه خودش، تازه اونم مشکل ایجاد میکنه تو خونه خودش، اگه برای زنش، برای دخترش، برای بچه‌هاش محدودیت ایجاد کنه، این جزء این جامعهن، جامعه مسئوله یقش بگیر بیاره. یعنی شما نمیتونی بگی چون این بچه من مدرسه نره. اینجا چیه؟ Child Service CS something CSP فکر کنم، میاد بچه رو میگیره میبره. اینا بحثای بسیار زیادیه که ما میتونیم به جای این شعارهای الکی، به جای آقای عرفانی بشینیم آقا اینجوری اونجوری، 30 ساله داره یه چیزی میگه ولی یه برنامه نداره. خب کار کن، حالا دیگه در دستور میده چجوری با هم یکی بشید، دوتا بشید. آقا خود شما اینجا با 2 تلویزیون دیگه نمیتونید یکی بشید. شما اومدید تلویزیون فلان اومد به تون فوش داد، شما رفتید اون تلویزیون به اون فوش دادی فلان شد. چی داری میگی آقا؟ چرا دروغ میگی آقای عرفانی، دکتر کوروش عرفانی عزیز؟ دوستان عزیز، ساعت 3:50 است. بنده هم امروز گفتم نهار خوردم، معمولا من نهار نمیخورم قبل از برنامه، ولی امروز نهار خوردم و خسته هستم و شما هم احتمالا خسته هستید. اولین روز بعد از تعطیلات، خود امروز هم تعطیله، روز پرزیدنت یه اسی داره دی هست. تبریک بهتون میگم اگه قرار به هم تبریک بگیم. و ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن اجلالی کارشناس ارشد میاد با شما صحبت میکنه. در طی برنامه ایشون از اول برنامه تا آخرش ایمیلش، تلفنش میاد نوشته میشه، میتونید تماس بگیرید. اگر برنامه ها رو به صورت بازپخش هم میبینید یا در یوتیوب میبینید، شما میتونید هر زمانی که میخواین، چه به تلفن من چه به تلفن آقای اجلالی تماس بگیرید، پیام بذارید، پیاماتون رو در برنامه میگیم. بازم از منوچهر عزیز تشکر میکنم به خاطر راهنمایی که کردید. چشم، این آزمایش رو انجام میدم و اون دلیل قرمزی چشمم گفتم، یکیش اینه که متاسفانه میگن خیلی هم خوب نیست، وقتی که دوش میگیرم اینقدر آب گرم رو باز میکنم که باور کنید اصلا خودم هم گاهی وقتا میگم آقا میسوزی ها. خب دوستان، امیدواریم که شما نسوزید، هر جلسه خوب خوش سر حال باشید و به امید دیدار شما چهارشنبه 2 بعد از ظهر. و باز هم اعلام میکنم 5 شنبه 2 بعد از ظهر یک مهمانی دارم که من از حالا باید برم ورزش، نه بابا ورزش اینجا، نه ورزش این بالا، که بتونم با ایشون بحث و گفت و شنودی داشته باشم. امیدوارم شما هم بیننده برنامه ما باشید، نظراتتون رو بگید. احتمالا اگه ایشون خواست تلفن رو باز بذاره تماس بگیرید باشون صحبت کنید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. روی فیسبوک وقتی ویدیویی رو میذاریم شیر کنید، کامنت بذارید، لایک بزنید، بنویسید. این لایک حقیقتا برای من یه چیز بیمعنیه، چون مثلا شما خبر کشته شدن، مثلا میگم یک بچه‌ای به این دست این داعشی‌های دیوانه رو میزنید، طرف لایک میزنه، یعنی چی؟ یعنی خوشش اومده از این خبر، یا به شما داره میگه من خوشم اومد که شما این خبر رو گذاشتید. این خیلی مسخره است. متاسفانه فیسبوک شروع کرده، هیچ کم دیگه جلودارش نیست و کسی هم نمیتونه. به نظر من نظر نوشتن بهتره، که من از این مقاله‌ای که خانم شایسته الهامی نوشته لذت بردم، یاد گرفتم، ممنونم. من از این ویدیویی که سوربی درست کرده هیچ یاد نگرفتم، بازم از سوربی ممنونم، چون سوربی گفته اگه میخوای وقتتو تلف کنی من متخصص این کارم، بیا اینجا عمرتو بده دست من، باطلش میکنم. باد هوا، روز روزگار بر شما خوش.